مولای من، دیدگانم از فراق تو بی فروغ گشتند و می دانیم پیراهن یوسف یادگار ابراهیم نزد توست و ای کاش نسیمی از کوی تو بوی آن پیراهن را به مشام جان ما برساند و ای کاش پیکی پیراهن تو را به ارمغان بیاورد تا نور دیدگان من گردد. ای کاش پیش از مردن یک بار تو را به یک نگاه ببینیم. درازی دوران غیبت فروغ از چشمان من برده است. کی می شود؟ کی می شود شب و روز تو را ببینیم و چشمان من به دیدار تو روشن گردد؟ ای عزیز مصر وجود، سراسر جهان را تیر روزی فرا گرفته است. نیازمندیم، محتاجیم و در این حال گناهکار. از ما بگذر و پیمانه جان من را از محبت پر کن. بسم الله الرحمن الرحیم. یک سلامم را اگر پاسخ دهید می روم. لذتش را با تمام شهر قسمت می کنم. السلام علیکه یا ابا صالح. خانم ها آقایان سلام، شبتون به عشق، شبتون بهش، شبتون به خیر. خیلی خوش آمدیم به ویژه برنامه دخیل امشب. تبریک عرض می کنم ولادت با سر سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام، حضرت شاهزاده عشق رو خدمت یکایک که شما نازنینان جان. الهی که برای هممون سراسر این ایام خیر و برکت باشه تا پایان سال بگید انشاءالله. یه تبریک خاص و ویژه هم داریم خدمت همه جوانها و جووندارا. الهی که عاقبت همه جوانامون ختم به خیر بشه انشاءالله. خیلی خوش اومدین. امشب قراره به اتفاق استاد عزیزم جناب آقای موسوی امشب قراره به اتفاق جناب آقای موسوی در خصوص خوش اخلاقی صحبت کنیم، در خصوص آدمهایی که خوش اخلاقن. خانم ها آقایان، تمام کسانی که مهارت‌های برقراری ارتباط درس میدن در اقصی نقاط دنیا ها، همه اساتید خارجی و داخل، اونهایی که فن بیان، مهارت برقراری ارتباط تدریس میکنن، به نظرم باید در مراجعی که ازش منابعی که ازش الگو برداری میکنن، نوت برداری میکنن و تدریس میکنن، یه سری هم به رفتار پیامبر عظیم الشأن ما حضرت رسول صلوات الله علیه بزنن. برای اینکه ما داریم در روایات وقتی که یک نفر غریبه برای اولین بار می اومد محضر پیامبر ما مشرف می شد که ایشون رو ببینه، وقتی مثلا ایشون نشسته بودن با دوستان و اطرافیان و یارانشون، وقتی که وارد مسجد می شد یه طور پیامبر بلند می شد و لبخند می زد، سلام، خیلی خوش اومدین، راه رو باز کنین، بفرمایید اینجا بشین. یعنی اون طرفی که برای اولین بار اومده پیامبر رو ببینه که آیا دینش رو بپذیره نپذیره، میگفت ایشون انگار ظاهرا من قبلا جایی دیده و من رو میشناسه. حالا تصور بکنید خودتون برای اولین بار یه جا وارد میشین، چقدر مثلا دلهوره دارین، دلشوره دارین، آیا منو بپذیره نپذیره. اونم نه یک آدم معمولی، یا بالاترین رکن سیاسی، ارزشی و مذهبی چند قاره اونجا نشسته، نه من، نه یک آدم دیگر، یک بزرگمرد، یک سیاستمدار اونجا نشسته و چطور با یک لبخندی راهنمایی میکرد، میشوند کنار خودش به طوری که طرف چه لذتی میبرد، کیف میکرد. و خب از این رفتار پیامبر دیگه شیفته مرام ایشون میشد. حالا همه این حرفا رو زدم که عرض کنم ما پیروان دین احمدی هستیم. چقدر خوبه که در رفتارمون اگر دوستانمون، اطرافیانمون ما رو به عنوان یک بچه شیعه میشناسن، به عنوان یک بچه مسلمون میشناسن، با همین رفتارمون، حسن خلقمون، خوش اخلاقیمون نشون بدیم که ما پیروان دین احمدی هستیم. نظرتونه؟ خیر باشه انشالله. اینو گفتم مخصوصا برای زوجهای جوانی که این روزها دارن خونه بخت میرن،
لبخند و خوش اخلاقی یادشون نره که انشالله کارشون زودتر به سرانجام برسه، چون معمولا روزهای قبل از ازدواج روزهای پر از استرس و دلهوره و بود و این کار انجام بده، بود و اون کار انجام بده، میرسیم نمیرسیم چه اتفاقی میفته، انشالله با خوش اخلاقی همش رفع رجوع میشه و حل میشه و خوش و خوشبخت میرین سر خونه بخت. خیلی مخلصیم، پر حرفی کردم ولی خیلی کیف کردم در محضرتون صحبت کردم. بریم بخش اول برنامه رو ببینیم و بیایم استاد نازنینم به جمع ما میپیوندن. بفرمایید. هل دین الا الهوم، هل دین الا الهوم، هم بلی و آل علی، سایه به سایه همیشه میرم به دنبال علی، سایه به سایه همیشه میرم به دنبال علی، نور علی توی وجود چیه موج میزنه، راه علی راه تموم خونواده منه، حب علی نشونه حلال زاده بودنه، حب علی نشونه حلال زاده بودنه، با حب علی فقط ایمان میخوره محک، با حب علی فقط ایمان میخوره محک، من والا علی نجا، من آدا علی حلا، مولانا علی بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارنی الطلعت الرشیده والغرة الحمیده واکهل ناظری بنظرت منی اله. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خانم ها، آقایان، برادران دینی، سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید. برنامه دخیل رو به لطف و عنایت خداوند متعال آغاز میکنیم و امیدوارم که امشب هم بتوانیم توی لحظاتی که مهمان منازل شما هستیم بهترین لحظات برامون رقم بخوره. وقتی سوال کردن از وجود نازنین خود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف چرا دوران غیبت برای شما رقم خورده، حضرت در چند پاسخ کوتاه جواب این سوال رو دادند. فرمودند که اولا از آنچه که خداوند رضایت ندارد که پرده کنار رود و شما ناراحت شوید سوال مکنید، یعنی به مشیت الهی راضی باشید. اما سوال دوم و پاسخ دوم، حضرت فرمودند در زمان آبا و اجداد من تمام پدرانم تحت سلطه حاکمان ظالم و ستمگر بودند، اما اراده خداوند متعال بر اینه که زمانی که من ظهور میکنم دیگه زیر سلطه هیچ حاکم ظالم و جائری نباشم و حکومت من حکومت محض الهی باشد. و حضرت پاسخ دادن در زمان غیبت چگونه از من میتونید نفع ببرید و استفاده بکنید؟ پاسخ دادن همان گونه که از پشت ابر رفتن خورشید به کنایه از اینکه نور و گرماش رو دریافت میکنید میتوانید از من هم بهره ببرید، همان گونه که ستارگان امان آسمان هستند من مهدی هم امان بر اهل زمین هستم. اما آنچه که نیاز است در امر فرج و امر ظهور تلاش و کوشش و فعالیت من و شماست. اگر مانند مردمان ادوار گذشته حق امامت رو به جای نیاریم، این زمان غیبت همین گونه به طول می انجامه، همان گونه که شهادت سید الشهدا علیه السلام مایه تأخیر در ظهور شد. اگر ظلم و ناسپاسی فراوان بشه باز هم ظهور به تأخیر میفته. لازمش یک چیزه، این که من، شما
و تمام کسانی که مدعی محبت اهل بیت هستند به نوعی قیام کنیم، ابراز نیاز کنیم که اماممان بیاید، آن خورشید در پس ابر جلوه‌گری کنه و عالم رو به نور خودش منور کنه. این میسر نیست مگر حضور همگان. بذارید با یک کلام دیگه بگم، از اون جایی که قیام امام غائب ما یک قیام کاملا جهانی است و جهان شمول همه ادیان و خطوط فکری و مکاتب مذهبی رو در بر خواهد گرفت، باید تمام مردم جهان ابراز نیاز کنند. باید فضا به گونه ای فراهم بشه تا این عزیز کرده خدا، تا آن ذخیره الهی ظهور نماید. نمیشه بگم خب من کار خودم رو میکنم به بقیه کار ندارم. اتفاقا باید دست در دست هم بدیم. چگونه؟ من یک سری احادیث، روایات و توانایی هایی رو دارم که میتوانم امام غائبم رو به اهل عالم معرفی بکنم. بر من فرض است و وظیفه است، حالا از داخل قاب تلویزیون یا از طریق فضای اجتماعی یا از طریق منبر رفتن یا از هر راه دیگه شده میهمانی بگیرم، توی میهمانی به جای خدای نکرده حرفهای لغو و بیهوده مردم رو به فرج دعوت بکنم. یه کسی هنر داره، تابلوهای نقاشی خیلی خوبی میتونه بکشه. یه کسی هنر خطاطی داره، با اون هنر مقدس خوشنویسی میتونه تمام شرایط رو فراهم بکنه تا انتقال فرهنگ مهدوی بده، یک تشنگی رو ایجاد بکنه، نیاز رو مردم احساس کنند. یه کسی ازش میاد ایستگاه صلواتی بزنه، یه کسی ازش میاد تخفیف خاصی رو توی این ایام بده، جشنواره های تخفیفی که توی مراسم ها و موسم های مختلف گذاشته میشه شایسته است بچه هیئتی ها، بچه مسلمان ها، شیعه ها خصوصا توی این موسم این حرکت ها انجام بدن. امیدوارم توی این قاب شیشه ای حرف های خوب که باعث بشه این فرهنگ انتقال پیدا بکنه به گوش مبارک شما برسه. اجازه بدید برادر خوب و دوست گرامم رو دعوت کنم تا برنامه رو به طور رسمی آغاز کنیم. سید حامد حسینی عزیز برادرم به جمع ما اضافه میشه. آقا میشه برای من؟ سلام. سلام به روی ماه. چطوری آقا؟ حال شما شد؟ قربونت. قربونت. چه کیفی داد. سلامت. شب به عشق باشه. حال شما چطوره؟ خوبی؟ برقراری؟ چه حرفای قشنگی زدی. سلامت باشی. چه کیفی کردی؟ قربونت. هر کی هر کاری که در توانشه، تخفیف میتونه بده، جشنواره، کمپین جشنواره های تخفیفی، هر جوری که میتونه، یک جوری که اون فضای شادمان حکومت مهدوی توی ذهنها ثبت باشه. باریکلا. الان شما یه پویشی رو انداختی از شب اول تا به الان، دعوت کردی نونهالان عزیز ما، نوگلان حسینی و مهدوی ما نقاشی بکشن، هر کی هر جوری بلده دیگه. این یکی از حرکت هاست. بعد چی تو ذهنش میمونه؟ میمونه من هدیه رو به خاطر امام حجت به دست آوردم. من هدیه رو به خاطر امام زمان گرفتم. به خاطر امام زمان گرفتم. شادم به خاطر آفرین. امام زمانه. آفرین. اگر اینجا مثلا یه ایستگاه خوشکل زیبا با پذیرایی خوب با برخورد قشنگ نصیب من شد، این لطف آقا جانمه. پس من خودم رو در معرض نفحات مهدوی قرار بدم، از اینا در طول سال نصیبم بشه، نه فقط مثلا دو روز نیمه شعبان. و خیلی کارهای دیگه میشه کرد، همه رو به عشق امام زمان میشه انجام داد. سید جان یه روایت الان به ذهنم اومد، میخوام خرج از تو حجت بکنم. در فضیلت امیرالمومنین دیدن پیغمبر یه بچه ای رو توی مسیر دید، بوسیدش، خیلی بهش احترام کرد، گفتن که آقا خصیصه‌ای در این بچه شما دیدی. حالا برای آقا سید الشهدا هم این نوع فضیلت رو داریم. حضرت فرمودن که یک بار از دور دیدم پشت سر علی یا پشت سر سید الشهدا که خودش هم طفل بود حرکت میکرد، از خاک او برمی‌داشت به چشماش می‌مالید. پیداست عشق
علی یا سید الشهدا در دل این بچه هست و من کسی که این گونه است او رو خیلی دوست دارم. به به به. حالا برای حضرت حجت فرق نمیکنه، کلهم نون واحدن، همشون یک نوعن. الان اگر ما یک کاری بکنیم که محبت این آقا تو دل چند نفر دیگه هم انتقال پیدا بکنه، به نظر شما مورد لطف حضرات قرار نمیگیریم؟ مادری صدیقه طاهر فاطمی زهرا ما رو دعا نخواهد کرد؟ قطعا مادرش فراموش نمیکنه هر چی خرج کردیم. آقا ابتدای برنامه که شروع شد من در مورد حضرت رسول صلوات الله علیه و امشب هم که قراره در مورد خوش اخلاقی و بسیار چقدر خوب و بعضی آدمای بد اخلاق و در مورد اینها صحبت کنیم. دقت کردین تو خانواده وقتی تلفنی شما داری با یکی صحبت میکنی مثلا میگه ای چقدر تو صدات شبیه پدرته، چقدر شبیه بابا بزرگته، اصلا بعضی موقع اشتباه میگیم. و خب ما این امشب فردا شب پس فردا شب در مورد حضرت عالی جنابش حضرت علی بح. اکبر صلوات الله علیه میخوایم صحبت کنیم. کسی که واقعا همین بود، یعنی اگر به امروز بود مثلا تلفنی صحبت میکنم میگم چقدر صدای تو شبیه پدر بزرگته، چقدر شبیه پیغمبره. اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله بود. یعنی اینی که داریم شما میفرمایید کپی برابر است، کپی و چه کیفی داره اصلا کار کردن برای این خانواده، چه لذتی داره. خیلی شما ببین مثلا وقتی میبینی یه آدم بزرگواری که حالا حس حال روحانی هم داره بهش یه خدمتی میکنی، خودت هم انرژی مثبت پیدا میکنی. اصلا فکر نمیکنی داری مثلا غلامی میکنی و توی سطح پایین و نازلی هستی، میگی من دارم برای فلانی کار میکنم، یه خدمتی بهش میرسونم، خودم هم دارم صفا میکنم، حال میکنم. حالا این فلانی ببین در حد اعلا باشه که هزاران هزار پادشاه غلام حلقه به گوش اونا هم، چقدر آدم میره بالا، چقدر آدم. و حالا نمیخوایم مثلا وارد روز عاشورا بشیم، فقط یه وامی میخوایم بگیریم از شما یاد گرفتیم. پیره مردها گفتن حسین معجزه کرده، پیغمبر زنده شده و خلاصه به قول غلاف کردن بله. و رفتن. و خب ما این دو سه شب رو قراره، نمیدونم، ما اونقدی هستیم که بگیم بزرگ بداری مقام حضرت علی اکبر، یعنی ما میتونیم در حال ما به اندازه خودمون دیگه. آره دیگه، مثل اون پرستوه آفرین. که تو منقالش آب جمع کرده بود آورد بر حضرت ابراهیم یا گنجش کن. آره. در روایت های همین هم هست، ما هم همین به اندازه توانمون میخوایم بگیم آقا جان دوست داریم، دوست قربونت. فارغ از قیل و قال میگوید، مستند با مثال میگوید، از بهار و خصال میگوید، نطفه های حلال میگوید. چی؟ علی 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 همه علی 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 جانا یار علی است، من ندارم تردید، پس سنگ علی به سینه خواهم کوبید تا اون بود علی علی میگویم، تا کور شود تا کور شود تا کور شود، هر آن که نتواند دید علی 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 علی. دست بالا جانم. خیلی خوش آمدید و امیدوارم که سلامت و تندرست باشین هر کجای این کره خاکی که هستید، صدا و تصویر ما رو میشنوید. الهی خیلی زود لطف شهزاده علی اکبر که خیلی برا بابا جانش محترمه امضا بکنه برام کربلای معلا باشین و اونجا عرض ارادت بکنیم. آقای حسینی عزیز مطرح کردن موضوع گفتگوی ابتدایی من و ایشون پیرامون آدمای خوش اخلاق یا بد اخلاق. بد اخلاق. من یکی دو تا نکته اول در خوش اخلاقی بگم. بفهمید. که مایه قوام خانواده هاست. ببین چقدر قشنگ کلمه ها رو میگی. بذارم. قوام. چقدر استاده این. بفهم. بله. قوام. از اون طرف خوش اخلاقی مایه قوام. نزول
برکت و رحمت خواهد. به 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 به. داره که در زمان پیغمبر فردی از دنیا رفت، اینقدر آدم خوبی بود که خود پیغمبر آمد تجهیزش کرد به خاطر خوش اخلاقیش. به خاطر نه اجازه بده حرفم بهت بگم قوام بیا دارم قوام سریم باید مثل شیره قوام تجهیزش کرد، آوردش برایش تلقین خوند، کفن و دفنشو که انجام داد داخل قبر حضرت خودش و خاک و ریختن روشو. پیغمبر کنار قبر ایستاده بود، مادر شروع کرد کلی فخر فروختن خوش به حالت، پیغمبر کاراتو انجام داد، پیغمبر در تشییع جنازه تو شرکت کرد، خودش برات تلقین خون، خاک روی تن تو ریخت، نوش جانت این بهشتی که نصیب. پیغمبر فرمودن آرام، خیلی تون نرو، الان شنیدم که فشار قبر استخوان‌های او رو خرد کرد. چرا؟ چون این مرد در عین اینکه آدم صالح و خوبی بود، نیکوکار بود، توی خونه با خانوادهش بدرفتاری میکرد. چه تراژدی تلخی. بله. خیلی غمناک. کلن حسن خلق آدمهای اطراف تو رو زیاد میکنه. روزی رو هم همینطور که آره. آدمهایی که دنبال این هستن که تیم داشته باشن، به قول بر بچه های کارهای تیم هورکی انجام بدن. آره نه، کار شرکتی انجام بدن، شبکه سازی از آدمها داشته باشن، اولین خصیصه‌ای که باید داشته باشن حسن خلق. باریکلا. اگر تندی و عصبانیت باشه همه آدم ها از دورتو فرار میکنن. یه نکته خیلی مهم خانم ها آقایان در تایید فرمایش آقا سید بزرگوار، میگه اون کسی که رهبر یه تیمیه، حالا شما بیزینس داری، اصلا سرپرست یه خانواده، سرپرست چند نفری و تو داری رهبری میکنی، میگه اولین ویژگیش رهبری بر دلهاه. احسن. یعنی تو اگر رهبری تونستی رهبر دلهای اونا بشی، محبوبشون بشی، دیگه حالا این کار انجام بده، اون کار انجام بده، همه رو چشم میذارن. یادت دیشب گفتم که هدیه دادن باعث قوام خانواده میشه، چون لغت قوام نیست. خود هدیه دادن، مثلا گل دادن که خیلی از ماها متاسفانه ازش فراریم، حالا یا فکر میکنیم هزینه گزافه یا توی سیستم برنامه‌مون نیست. خودم مثلا این کارو خیلی نمی‌کنم متأسفانه، اعتراف باید بکنیم. یه وقت خانمم الان داره می‌بینه، بعد شب میگه که تو یه گل نمی‌گیری. گل می‌خرم، همون گل پتروس و اینا که عمر داشتیم، گل اینجوری ها نمی‌خرم. ولی هدیه دادن خصوصا گل، فهوای روایت اینه که اینها از مصادیق خوش‌خلقیه. لذا خدا چقدر نعمت به من و شما داده، از نعمت وجودمون، از نعمت آب و هوا و تمام آنچه که داریم، و پیغمبر چقدر برای ما تلاش کرده، چقدر خصوصیات داره، محسنات داره، هیچ کدومشو خدا به رخ نیاورده، ولی برای حسن خلق پیغمبر به روش آورده که تو صاحب خلق عظیمی. در یه جایی میگه تمام این نعمتهایی که دادیم، چه به پیغمبر چه به آدما، متاع اون قلیل، یه چیزی کمیه. اما خلق پیغمبر رو با اون حسنش و زیباییهاش عظیم دونسته. ببین چقدر برای خود خدا هم خوشخلقی خوبه. خوبه. کفار مدینه، اینو گفتم و تمام می. کفار مدینه که میخواستن برچسبی به پیغمبر بزنن، دیدن هیچ لکه سیاهی توی پروندهش نیست. بگی یه بار عصبی شده، بگی یه بار داد زده. چقدر خوب. آیه موسوی، کسایی که حالا در مورد پیامبر دین صحبت میکنین، کسانی که به قدرت میرسن، به قدرت‌های سیاسی میرسن در اقصانقات دنیا، اول کاری که میکنن میان مخالفان خودشون رو سرکوب میکنن. درسته؟ کار بسیار غلط. ولی این کار رو انجام میدن دیگه. آقا این با ما دشمن بوده، اون با ما دشمن بود. یه نکته ای رو شنیدم خیلی برام جذاب بود، گفتم شاید برای بینندگانم تو این شب عیدیه جذاب باشه، چون ایام تولد کسیه که خب شبیه ترین فرد در خانواده پیامبر هست به حضرت رسول. فیدل کاسترو رو که همه میشناسن دیگه، اون برگ معروفش هم که حالا من بله. اشاره نمی کنم بله. با دستم و اینا، اصلا هم کسی نفهمید. فیدل کاسترو معروف زمانی که به قدرت رسید، حالا چون من میخوام دقیق بگم، بیش از 1000 نفر رو یه صبح تا عصر از مخالفینش کشت. از مخالفینش یه صبح تا عصر بیش از 1000 نفر.
ولی پیامبر ما مکه رو که فتح کرد گفت امروز روز بخشش مرحمت مرحمته، همه در امانه و امروز یوم رحمه است و این مهربونی دیگه از این بالاتر دیگه به قدرت رسیدی، حالا الان وقتشه چیکار کردن با شما کنی. الان باید تلافی کنی دیگه. مهربونی همینی که شما دارین میگین صاحب خلق عظیم، اینا همه کوچولو کوچولوهاشه، ولی واقعا نعمتی داریم ما به اسم حضرت رسول صلوات الله علیه. شاعر چی میگه؟ میگه مهربونیش قشنگه. بریم سوالو ببینیم برگردیم. ببین خودش شروع میکنه. بریم سوال امشبمون رو ببینیم برگردیم. فکر نکنه من بلد نیستم. شب بخیر خانواده های محترم، خانم ها، آقایان، الهی که تن رو دلتون گرم باشه. بعضی ها هستن در حین رانندگی دیدین عموما چه خانم ها چه آقایون عصبانی میشن. بعضی هستن در حین رانندگی وقتی عصبانی میشن اینا با خودت کاری ندارن، اینا با اونی که بهت گواهی نامه داده کار دارن. من بدونم کی به تو گواهی نامه داده، یعنی عدس تو ناراحت ها، ولی با اونی که بهت گواهی نامه داده ناراحت. بعد دیگه کی بهش بگه همون که به تو داده. این چند مدل عصبانیت داریم. یه عده هستن موقع عصبانیت آقا سید آلزایمر میگیرن. اینا مثلا میگن تو میدونی من کیم؟ نه تو میدونی بابای من کیه؟ آقا ما چه میدونیم کیه؟ تو خودت یادت رفته، ما یادمون باشه. بعضیا مثلا یه نوع دیگه ان. مثلا موقع عصبانیت اینا پرسشگر میشن. مثلا میگه بزنم مثلا یه قسمتی از بدنت خون بیاد، من چرا باید بخوام؟ اینا اتفاقا آدمی مؤدبیان، سوال میپرسه اجازه من بزنم یه جات خون اینا خوبه. بعضیا هستن اینا تهدیدگر میشن. ببین فردا خیلی مراقب خودت باش، مثلا سر پوشه میگیرن. اینا تهدید. یه دست زنگ آخر بیا بیرون. یه دست اینا عاقد میشن موقعی که عصبانی میشن. مثلا میگه بزنم یه قسمت از بدن تو به یه قسمت از جای دیگر وصل کنم، پیوند بدم، من چرا باید بخوام که تو یه قسمتی از بدن. خلاصه عصبانیت نوعهای مختلفی داره که هیچ کدوم شما توصیه نمی کنیم. انشالله کانون خانوادتون به محبت گرم باشه. بریم سوال مسابقه رو یک بار دیگه بشنویم. بسیار عالی. سوال هفتم رو محضر شما پخش کردن دوستان خوبه اتاق فرمان، من یک بار دیگه میخوانم. سوال هفتم: از القاب امام عصر علیه السلام که اشاره به هدایتگری ایشان دارد، یک راهنما، دو عالم، سه هادی، چهار منتظر. پاسخ صحیح رو به شماره 2098-990-164-76-86 یا در فضاهای مجازی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام بفرستید. توضیح رو دارم برای شب هفتمم دوباره عرض میکنم. گزینه صحیح رو اولا فقط برای ما بفرستید. دو، حرف ابتدایی گزینه صحیح رو نگه دارید. شب 18 از برنامه میشود 18 تا حروف ابتدایی یک جمله رو تشکیل میده، اون هم یه مسابقه خاص برای خودش خواهد بود. خیلی ممنون و متشکرم. ضمناً با این شماره که خواندم 2098-990-164-76-86 می توانید انتقادات، پیشنهادات و یا مطالب دوست داشتنی خودتون رو برای ما بفرستید. آنچه که بشود در جا
جلوی دوربین گفت حتما به اشتراک خواهیم گذاشت آنچه هم که مرتبط با برنامه باشه به مسئولین برنامه ساز انتقال خواهیم داد. خیلی ممنون و سپاسگزارم. زنده باشیم. خیلی متشکریم. میخواییم بریم مردم خوب شهر رو ببینیم. به به. سید چه کرده؟ نورمون کم بود اینجا. مردم ببخشن. ولی باحال بود. الان میخوام بگیم ماجرا این پرچم چیه. اصلا شما نپرسیدی یا که چرا دکور شما رو دست دادیم. من آقا این طراح دکور آقا سید عزیز ما بودن توی فاصله خیلی کم. و امروز که دکور دست خورده من گفتم الان بیایم بالا میگه آقا این پرچم چرا اومده اینجا نپرسیدی از ما. مال من که نیست من بپرس. اختیار چه مظلوم شد. بریم مردم خوب شهر رو ببینیم برگردیم. سلام خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدیم به مردم خوب شهر. این قسمت ما در مردم خوب شهر میریم سراغ کسانی که بسته به استعدادشون، توانمندی و هر توانایی که دارن، حتی به ذات مالیشون، یه کاری رو برای امام عصر علیه السلام انجام میدن. میگم اون کار نباید خیلی کار خاص و بزرگی باشه، نه، حتی ما مادری رو رفتیم ازش گزارش گرفتیم که میگه من به عشق امام زمان علیه السلام 5 دونه غذا میپزم و همسایه بالایی رو میدم، همسایه کناری رو میدم، همسایه پایینی رو میدم. و ما میخواییم بگیم هستن کسانی که وقتشون، استعدادشون، تواناییشون رو در ایام نیمه شعبان خرج بهترین پدر آسمانی، بهترین پدر زمینی، یعنی امام زمان علیه السلام انجام میدن. پس ما منتظر شما هم هستیم. اگر کار خاصی رو انجام میدین اون کار خاص نه ها، یعنی کار خاصن مربوط باشه به امام زمان علیه السلام، منتظر شما ایم که ما پیام بدین و دوربین خوب شهر سراغ شما هم بیان. حالا امروز کجا اومدیم؟ امروز اومدیم سراغ یکی از دوستانی که کارهای تبلیغاتی انجام میده، یه دستگاه چاپ داره. خدا رو شاهد میگیرم که وارد مغازش میشدیم، یه مشتری اومد گفت آقا یه سفارش دارم، گفت ما این ایام کار انجام نمیدیم و فقط کار دارن مربوط به امام عصر علیه السلام، حیاتی که بهشون سفارش دادن و کلن تبلیغات و چاپشون مزین هست به نام حضرت و کارهایی که مربوط به نیمه شعبانه. بریم ببینیمشون و کیف کنیم و حس کنیم از این مردمان خوب شهری که کنارمون دارن زندگی میکنن. بفرم بعد یه زورت اومده تو قرآن مهدی جان مهدی، آهوی پریشان دلم شده شکارت، شده زنکر علی علی روای زلفقارت، عالم به فندای صادق آل محمد چون فرمود شد یاره. خدا قوت سلامت بسید قرون شما. چی نوشته این؟ ببینیم تو دوربین. این خانه منتظر مهدی زهراست. این خانه منتظر مهدی زهرا عجل الله تعالی فرجه و شریفه. من وقتی که وارد مغازت شدم دیدم دو سه تا مشتری اومدن و ازت خواستن که براشون کار چاپ کنی و شما در نهایت احترام قبول نکردی. بله. شما مگه هوا میخوری که این چند وقتی وقف امام زمان باید باشیم؟ کی گفته این چند وقت باید وقف امام زمان علیه السلام باشیم؟ کل سال، کل زندگی باید وقف امام زمان باشیم، ولی این ایام دیگه باید ویژه وقف حضرت باشیم. باریکلا کل سال رو باید وقفش بود، ولی حداقل همین چند روز رو اختصاص دادی به کسی که میگه بر در هر خان که بنشستم حضرت صاحب از زمان رزاق بود. بله. تو جلو دوربین ما اینو میگی یا واقعا بهش اعتقاد داری که هر چی روزی میخوری صدقه سر حضرته؟ بعد به یمنهی روز غلورا دیگه. خب. ما به واسطه اهل بیت روزی میخوریم. باریکلا. این این اعتقادا رو از کی گرفتی؟ یه تو پوست و گوش و خونه اون عجین شده. یه الحمدلله برکت آقا سید شهدا، برکت آقای امام زمان، برکت دعای پدر مادر. تو خونه بیشتر از مادر این حرفا رو میشنوی یا از پدر؟ باری کلا چقدر قشنگه.
دیگه جفتشون دیگه. جفتشون؟ بله. خدا بهشون سلامتی بده، در قید حیات هم؟ بله الحمدلله. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. سلامت باشید. ببین من نگاه کردم، اجازه بده منم بیام تو تصویر. چقدر کار خوب دارن انجام میدن خانم آقایان. اگه دقت کنید، نمیگم همه ها، ولی درگوشی میگم، مثلا اجازه بدین 10% رو بگم. 10% مثلا میخوان غذا بدن، میگن آقا اگه گوشت برزیلیه رو بده، هیئته دیگه، اگه برنج اون پاکستانیه رو بده، نمیگم همه، 10% که اجازه دارم بگم سوء تفاهم نشه، اگه پارچه هست اون نازکتره. ولی اسم شما چیه؟ مرتضی هستم. آقا مرتضی، ما نگاه کردیم هیچ کدوم از پارچه ها نداره، یه حالت موکتور دارن با این چاپ میکنن. حسابی کیفیت این پارچه چقدر مطلوب شده. حالا درسته باطن امرش قطعا مطلوبه، ولی خب ظاهرش معمولا پارچه ها همه نازک نازک، یه بار میشوری دیگه نمیتونی استفاده کنی. ولی یه کار درجه یک دارم برای امام زمان علیه السلام انجام میدم، و باریکلا که کم نذاشتی. تا دردوزی میشه، ریشم میخوره. اینا دردوزی میشه؟ بله ریشم میخوره، ریشم تر ابریشم برای قشنگی در میاد. باریکلا. بعد این همه تو چاپ کردی، اینا رو چیکار میکنی؟ اینا سفارشه؟ ما نزدیک جمکران موکب داریم، اونجا توزیع میشه. اونجا توزیع میشه. توزیع میشه یا فروخته میشه؟ بدون هیچ سودی. یعنی هر چی که برات در اومده پخش میکنی. باریکلا. الان یه دونه این چند در میاد مثلا؟ تو بازار 250 تومان ما نصف قیمت میده. نصف قیمت. بله. یعنی رو 100 تومنه. در 125 تومن صد. بابا خوبه. خدایی دمتون گرم. دم جمع کردن میفروشیم. بله. موکب داریم، موکب 200 متره. شب همگیتون بخیر و خوشی، ان شاء الله که سلامت و تندرست باشین. یک بخش از فعالیت‌های یکی از مراکزی است که توی اعیاد یا وفات‌ها باعث زیبایی مجالس اهل بیت میشه. خب حالا با هنر چاپ که در خدمت اهل بیت هست، میتونن آذین بدن و زیبا کنن مجالس رو. لذا میتوان یک استفاده‌ای کرد که توی هر صنعتی اگر مسیر مشخصی براش طراحی بشه، میتونه اون صنعت در مسیر اهل بیت هم به قول معروف دنیا رو تأمین بکنه و هم عقبا رو خوش رنگ و لعاب کنه برای ما. و ممنون از استاد حامد عزیز که زحمت کشید و این گزارش رو برای ما تهیه کرد. و اما مهمان و استاد گرانقدری رو توی برنامه دارم، حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی عسکری طباطبایی، که قطعا دوستانی که شنونده و بیننده برنامه واعظ بودن به کرات و مرات سخنان زیبا و دلنشین استاد رو شنیدند و در قالب تصاویر کربلا حظ معنوی بردن. امشب محبت کردند، قدم سر چشم ما گذاشتن. جا سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. رحمتتون وقت شما بخیر. لطف شما زیاد. سلامت باشید. رحمتتون کم بشه. همچنین مبارک باشه. همچنین عید پیش روی شما و شما ان شاء الله. سلام هم ببیننده ها داشته باشید. ان شاء الله که این اعیاد مبارک همتون باشه. انشاءالله سال دیگه تهنیت و تبریک رو همگی مستقیماً حضور مبارک آقا امام زمان علیه السلام بدیم، به صورت زنده و عرض تهنیت بکنن تمام عالم وجود به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام. انشاءالله. استاد حامد، از اونجایی که تو امشب قلبت با بحث خوش اخلاقی و اینها، سیمای حضرت آقا رو ببین، دقیقاً عزت بخش. این یک سیمای روحانی و ایمانیه. الحمدلله افتخار داریم امشب در معیت شما کم نشه. شما الحمدلله از علما فیض میبرید. الحمدلله من به برکت برنامه دخیل هست که حالا هر شب بزرگم در محضر علما هستیم. و من شنیدم که حضرت حجت الاسلام و المسلمین کلی مشغله داشتن، کلی قرار داشتن، کلی کار کنسل کردن که به برنامه ما برسن. الان ایشون بغل کردنی هستن یا نه؟ توفیق بودش، نصیبم شده. اجازه بدی من به نیابت از همه مرحبتون کم نشه. ببوسم. سلامت باشی. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله که همیشه لبخند مهمون لباتون باشه. سلامت باشی انشاءالله. قطعا با زحمت هایی که میکشین بر منبرها و جاهای مختلفی که امر رشد و
راهنمایی و هدایت مردم رو بر عهده دارید. سلامت باشه. یکی از چیزهایی که ما میبالیم به داشتنش خاص بودن حضرت حجت هست. بله. حالا پیرامون این اختصاصات خاص حضرت و اون حجیت که مخصوص وجود نازنین امام عصره از کلام شما و در روایات بشنوید سلامت و لذت ببرید. یه قدری سینمون ستفتر بشه از داشتن همچین امامی که حیه. حالا از چشمان ما غائبن اون دیگه گناه منه. بله همینطوره. حدیثی رو من خدمتتون مقدمتاً از اصول کافی کلینی رحمت الله علیه خدمتتون عرض کنم که البته بحث مبسوطش رو باز انجام دادم کردم ولی که دیگه امشب مجملاً ما با سنیا تا یه بخشی همزبانی داشتیم تو زمان پیغمبر خدا. یعنی هر دوتا تحت عنوان این که پیغمبر خدا حجت علی اطلاقه هیچ که نزاع و دعوا نداشت. در این که بعد از وجود مبارک پیغمبر خدا، خدا خلقش رو گتره رها نمی کنه. تا اینجا متفقون علیه همه میپذیرن همینجور باشه. اون چیزی که به وجود اومد مال بعد از شهادت رسول خدا بود صلوات الله و سلام علیه که مبانی بروز و ظهور کرد. نمیخوایم بگیم مبانی ایجاد شد، مبنا در فرقه محقه و فرقه اهل سقیفه قبلا بود، بروز و ظهورش در زمان امیرالمومنین شد. بله خودشونو ریختن بیرون به تعبیر اونی که بله لذا امیرالمومنین قربونشون برم من الحق مع علی و الحق مع علی مسلما پیغمبر خدام حقه. بله. ولی بروز حق با پیغمبر ممکن نبود، با علی ابن ابی طالب بروز حق ممکن شد چون اون موقع دیگه باید هر که تعیین تکلیف میکرد. لذا دیگه بازم نمیشد طلحه و زبیر کما فی السابق سیف الاسلام و طلحه الخیر بمونن، دیگه باید پرده باید موضع داشته باشن. و حالا راجع به این بحث نمیخوایم صحبتون، بحث ما سر اینه که خداوند جنس وجودیش با جنس وجود ما مختلفه. اون از مقوله واجب الوجودیه، خلقش نکردن، ما از نوع مخلوقیم. از اون طرف این لازمه ارتباط بین خالق و مخلوق این مقتضای عدالت خداست، وگرنه ما نمیتونیم مستقیم با منبع وحی الهی مرتبط باشیم. خداوند برای که محبوباشو به ما القا کنه، مبغوضاشو به ما القا کنه، الزاما به قلب مطهر پیغمبر خدا نازل میکرد. لذا پیغمبر خدا میشد حجت خدا بر خلائق. تمام بحثام صرفاً عقلی به جز مباحث روایی. بعد از وجود مبارک رسول خدا اگر قائل به این بشیم که حجیت منقطع شده، این نهایت تمسخره که این مگه رابطه خلق و مخلوق میشه؟ همچنان که در دعای ندبه داریم اینا وسائل ارتباط ارض و سما هستن. خب اهل سنت میگن که در روایتی که هست، خب حالا بعد از رسول خدا ما به کجا مراجعه کنیم؟ میگن قرآن، باز همونی که ما هم قائل بهشیم، یعنی حجت قرآنه. و عجیبه در این روایتی که مرحوم کلینی علیه رحمه داره بسیار بسیار شگفت انگیزه که به منصور ابن حازم حضرت میفرمان تو چجوری با اینو بحث کردی؟ من گفتم که خدا که به تک تک ماها وحی که نمیتونه بکنه، الزاما به یه ظرف مطهری که قابلیت وحی داره که وجود مبارک پیغمبر باشه این وحی شد و پیغمبر این رو دوبله کرد به زبان قابل فهم ما. این سمت الی یوم القیامه بعد محفوظ بمونه. هر زمانی که این به قول معروف این دوبله کردن بین کنار، خلق خدا از خدا منفک میشن. لذا پیغمبر خدا اومد گفتش که 12 وصی بعد خودم قرار میدم،
که در تمام مآخذ اهل سنت این هست، این 12 اوصی همچون که هر پیغمبری وصی داشته، موسی داشته، عیسی داشته، یوشع بوده، شمعون بوده، چرا رسول خدا نباید داشته باشه؟ واقعا این رو نمیتونن منکرشن. پس وصی خدا قطعا اوصیایی داشته. این اوصیا کیا بودن؟ آیا خلیفه اول بود؟ آیا خلیفه دوم بود؟ خودشون هم مدعی نیستن، یعنی به هیچ وجه خودشون ادعایی ندارن خلیفه اول و خلیفه دوم به عنوان وصی قبول ندارن و قبول دارن این رو که در قدیر پیغمبر وصی قرار داده. بگن وصی نداشته باشن پیغمبر که این قطعاً نفی مسلماته. همچنان که ابوبکر وقتی از دنیا رفت مگه عمر رو نذاشت؟ عمر رو گذاشت. چه جور پیغمبر خدا از دنیا بره هیچکی رو نذاره؟ پس الزاماً یکی رو گذاشته. تمامشون قبول دارن که ابوبکر عمر نبوده. خب کی بوده؟ اومدن گفت منصور ابن حازم میگه بهشون گفتم آقا قرآن حجت؟ گفتم بله. گفتن این قرآنی که حجت با تمام ظرافت، زندیق کافر از همین قرآن استفاده میکنن علیهتون، فرق مختلف از همین قرآن استفاده میکنن علیه هم، این چه حجتی هستش که معلوم نیست چی چیه؟ گفتم بله. منصور میگه بعد من بهشون گفتم پس این قرآن قیم میخواد، یعنی یه نفر باشه این یه نفری بگه این چی میگه که فصل الخطاب باشه. خیلی عجیبه. گفتم بهشون گفتم آیا این قیم قرآن، آیا این ابوبکره؟ گفتن میدونه قرآن ولی همه رو نه. به صراحه در مبانیشون هستش که اومدن از خلیفه اول پرسیدن اب چیه؟ به معنی علوفه. گفت نمیدونم. یعنی ترجمه قرآن در مآخذ خودشونه. از خلیفه دوم این رو میخوام از متن بخونم. از خلیفه دوم پرسیدن وزاریات یعنی چی؟ پرسیدن وزاریات یعنی چی؟ وزاریات زرون. این خیلی عجیبه، به مناسبتی که شب نشاطم هستش استفاده میکنم از خود برادران اهل سنت واسه خوشی خودمون از مآخذ خودتون استفاده میکنیم. علم قرآن به صراحه میگه اولی، میگن نه اولی همه چی رو بلد نداره. ابن مسعود میگن اون خیلی خوبه، اونم همه چی رو نمیدونه. ابن عباس اون که دیگه خیلی خوبه اما اونم همه چی رو نمیدونه. منصور میگه به دومی گفتم آیا دومی؟ گفتم اونم میدونه اما اونم همه چی رو نمیدونه. از جمله جاهایی که از مآخذ خودشون من خدمتتون عرض میکنم، اومد سبیغ ابن اصل ضبطش. این سبیغ ابن اصل زعیم قوم تمیم بود. اومد به خلیفه دوم گفت یا خلیفه وزاریات زرون یعنی چی؟ گفت شلاق بیارین. مآخذ اهل سنت رو الان میگن. چرا؟ چرا سوال از چیزی میکنی که خدا علمش ازت نخواسته؟ این از متشابهات قرآنه. یعنی وزاریات زرون قسم به بادهایی که به نیکو پراکنده میکنن. ترجمه وزاریات رو نمیدونه. به بطن قرآن کار نداریم. ظاهرش رو نمیدونست. اینجا رو دقت بفرمایید که 12 سال طول کشید تا یه سوره یاد بگیرید. بله سوره بقره این سبیغ ابن اس که پرسیده بود و میخوام بگم حجه قیم قرآن پس اینا نیستن. بله. این سبیغ ابن اس میگه که اینه در اینجا هستش. مآخذی که خدمتتون عرض میکنم تاریخ مدینه دمشق، ادرای فی تخریج احادیث هدایه، تا این پایینا تمامش مساند اهل سنت، فتاوا و عقضیت عمر ابن خطاب، مناهل الارفان، این در اونجا هست که چی؟ دقت بفرمایید. جعل رهو زربن حتی دم ما رأسه. اینقدر سبیغ ابن اصل رو زد عمر تا خون از سر و روش ریخت. ثم قام الی فضرب رأسه به ارجون فشجه، یعنی استخون سرش رو شکست. ثم تاب از ضربه حتی سال دمه علا وجهه. چرا؟ داره میگه چرا؟ میگه چرا سوال میکنی؟ یعنی سوال کردن نتیب. بعد در خانه خودش این رو انقدر نگه داشت تا جون داد. فقط پرسه وزاریات زرون چیه؟ پق قیم قرآن نمیتونه نیست.
علیه گفتم پکیه، بل اتفاق همه اهل سنت گفتم اونی که قرآنو میدونه علی ابن ابی طالبه صلوات الله صلوات الله و سلامه، اون میدونه. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر میذاشتن من بیام سر کار، از کلمه صمد تمام ادیان و شرایع آسمانی رو تفسیرشو در میآوردم. ایه کلمه صمد، تورات چی میگه، انجیل چی میگه، زبور چی میگه، ایه کلمه صمد مقایسه کنی با کسی که عب و زاریاتو نمیدونه چی چیه. بله. قیم قرآن میشه کدوم یکی؟ در بله. اون صبحی که در یکی از جنگ ها بود، خب هم سلمان بود هم خلیفه دوم بود، اینا اخواب بلند شدن نیاز به قوس پیدا کردن، آب نبود، خلیفه دوم خوابید، سلمان گفت چرا میخوابی؟ گفت خب چکار کن؟ آب میخواب. گفت تیمم کن. گفت تیمم چیه؟ یعنی تیمم رو نمیدونست. پس قیم قرآن اون علی ابن ابی طالبیه که میگه به من کلمه صمد رو بدین بذارین تا بگم چیه. یا در اون تفسیری که میفرمند میگفت بذارین من بیام تفسیر سوره حمد و براتون میگم، 70 تا بار شطور فقط کاغذاشو حمل کنین. حساب بکنین که این شخصیت حذف بشه، بعدن این قیم قرآن حذف بشه، در نتیجه قرآن از حجیتش به علت عدم قیم میفته. عامه که قبول دارن خدا باید الان حجت داشته باشه، حجت خدا الان چی میگین شماها؟ شما میگین قرآن، این قرآن که داعش از تو جهاد نکاح زنا رو در میاره از آیات قرآن، احمد حنبل در میاره پوست سگ و دباغی کنی پاکه از قرآن، خب همه اینا هست، اینا قائل به این همه از قرآن. خب این قرآنی که هر فرقه ای علیه اون فرقه همین قرآن استفاده میکنه، این قرآن حجت شد؟ نه. لذا حضرت خدا خودش چی میگه؟ لا ریب فی هدن للمتقین، کتاب هدایت هست اما واسه متقین. متقین کیان؟ اونایی هستن که قیم قرآن رو پذیرفتن علی ابن ابی طالبه صلوات. خب ما بحثمون تو این شبهای مبارک واسه وجود مبارک آقا امام زمان علیه السلام، امیرالمومنین شهید شد، خدا یا حجت بعدیت. لذا پیغمبر خدا فرمون 12 تا بدار تو میشمرن که این 12 تا رو من نذاشتم، خدا گذاشته. در متون خودتون اسم 12 اوصیا هست که این اوصیا الی یوم القیامه موجودن. آخرین نفری که خداوند قبض روح میکنه امام معصومه، چون اگر یک لحظه کسی بمونه به جز حجت، اون شخص بر علیه خدا دلیل داره. خدا یا 30 ثانیه من بودم بدون حجت تو، واسطه عرض و سما نبود. لذا آخرین فرد عالم وجود که قبض روح میشه امامه، چون حجت الزام عقلی داره، ارتباط خالق و مخلوقه. اولین خلق خدام در عالم وجود باز امام معصومه، چون اگر به جز امام معصوم باز یکی دیگه خلق بشه دوباره. با تا مدت این بی حجته. اینا همه مباحث عقلی محض، عامه، عقلی محض. هنوز ما نه روایتی خوندیم نه چیزی. امیرالمومنین رو که به اون روز انداختیم، ابن ملجم ولیده و زائیده شده فرهنگ سقیفه بود، یعنی همون تئوری که سقیفه داشت واسه هجوم خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، ابتداعا حذف امیرالمومنین بود که اگر امیرالمومنین تو کار نباشه الزاما همه میشن حاضر شیعت و سقیفه، حتی امامه سر منم میشد حاضر شیعت و سقیفه. چون اون علی رو که من ابوبکر و عمرم گفتم بخین بخین، خب زیر دست و پا رفت. طرح اولیه که این بود، منتها این طرح به عقب افتاد تا زمان ابن ملجم، تا زمان ابن ملجم به عقب افتاد. لذا محوریت اساس سقیفه که دختر ابوبکر عایشه بود، چون محوریت سازماندهی سقیفه رو او کرد، این محوریت بعد از شهادت امیرالمومنین اسم غلامش رو عوض کرد و گذاشت عبدالرحمن. این چیه؟ خب امیرالمومنین شهید شد، وصی بعدی امام حسن علیه السلام، ابن رسول الله، امام حسن قربونتون برم، علم علی ابن ابی طالب از وجود مبارک رسول خدا بود، 1000 باب علم وا شد، از هر دری 1000 باب وا شد، علی ابن ابی طالب
که اون علوم مخزونش بالفعل شد. بعد وجود مبارک امام حسن علیه السلام که در حدیث داریم امام صادق میفرماید ما نتوارث و کابرن ان کابر، همینجور علوم رو یکی به یکی ارث بردیم تا بر رسول خدا، و رسول خدا هم منبع وحی الهی گرفته. یعنی مذهب شیعه آنن فآنن با زلال لوح محفوظ در ارتباط به واسطه ی حجج الهی. اینو شما ندارین عزیزان، ندارین شما اینو. لذا این علوم همینجور به بدایع امامتی منتقل شد تا رسید به وجود مبارک آقا امام زمان علیه السلام. یعنی امام علیه السلام تمام ذرات علم علی ابن ابی طالب رو داره، چون لازمه ولایت مطلق بر جمیع ماسوا الله داشتن این علمه. یعنی اگر بخواد کسی حجت بر جایی باشه، ولی بر جایی باشه، علم به اونجا نداشته باشه، این ولایتش لغو محضه، ندونه اینجا چی او ولیش باشه. لذا اون ولایت مطلقه تکوینی برای ذوات مقدسه اون 14 نوریه که زاویه علمشون جای پنهانی رو نداره. این به تمامی رسیده به ذات مقدس امام زمان علیه السلام و ایشونه که الان حجته. لذا خدمتتون هستم اگر خواستید، چون من بعد خودی صحبت میخواستیم بریم یه بخشی رو ببینیم. آره. ولی قبل از این که بریم بخش بعدی رو ببینیم، چون این ایام ایام ولادت حضرت علی اکبر صلوات الله علیه هست و روزها هم که خب متعلق است به جوانان شعبان دیگه، و روزها روزهای شاد و به هر حال خیلی از خانواده ها مراسم ازدواج و عقد و عروسی رو گشتن متناسب با این ایام باشه. ما هم که برنامه‌مون در مورد خوش اخلاقیه و این فضاها، می‌خواستم قبل از اینکه بریم بخش بعدی رو ببینیم با این نکته‌ای که یه توصیه‌ای که به جوان‌ها می‌فرمایید بریم به استقبال بخش بعدی، چون ما بخش بعدی هم باز دوباره 5 دقیقه دیگه خدمت شما هست. خواهش می‌کنم. ببینید جوونا، چجوری بگم، من گاهی اوقات صحبت که میکنم تو مجالس خصوصی خیلی راحتم. الان راحت باشی. وقتی گسترده تر ببین آقای خانوم، اگر میخوای شوهرت بشه نوکرت، یا خدا آقا اگر میخوای زنت بشه گلفتت، باهاش طوری برخورد کن که اصلا تو رو به جز خوبیات هیچی نبینه. این ظرافت و لطافت در تمام دادگاه ها رو میبنده. یعنی مثل اون سوسکی که به بچهش میگفت قربونه دست و پای بلوریت برم، آخه کجای دست و پای من بلوریه، ولی بلوری میبینه. بله. توی یه اتوبوسی بودش به همدان میرفت، یه زن و شوهره بودن، شوهره خیلی قدش کوتاه بود، زن هم رشید بود هم خوشبرارو. این رو طوری حلوا حلوا میکرد که خود این سبب خنده شده. آخه این نه قیافه داره، یعنی اون خانومه اون مرد کوچولوها رو تحویل میگیره، همون که شوهرش بود، اصلا این رو این نمیدید. یعنی اینو اصلا این نمیدید، فکر میکرد از عالم بالا دری پاره شده یه یوسفی افتاده، یوسف من اینه. و واقعی این کار میکرد واقعا، یعنی اصلا تصورش از شوهرش این بود، چون شوهرش با این طوری برخورد کرده بود که به جز محاسن شوهرش اصلا نمیدید. یعنی خوش اخلاقی اعجازی میکنه که صد تا منبر اون اعجازو نمیکنه. ما یه قوام میخونه با یعنی قوامه. یه طوری میشه که اصلا این صبر میکنه خانومه، شوهرش کی بیاد خونه، آقا هم سر کارش هی ساعت میبینه که زور بشه بره خونه. لذا خانوما بزنین اینو من بهتون بگم، روزی یه دفعه دو دفعه به شوهراتون تلفن بزنین، ولی دروغکی بگین نهار چی میل داری. دو دفعه از این کارا بکنی این خروسش روی دیوار هیچ خونه ای دیگه قوقل قوقل نمی کنه. ای جان، یعنی فقط قوقل قوقلش مال توه. حالا نمیدونم دیگه اینجور صحبت های عامه ای که داریم میکنیم چه شکلیه، که سنخ منخ من این دیگه دفعه بعد دعوتم نکنم عزیزم. خدا خیرتون بده. این همه مشخص از یک کوه تجربه است و حسن خلق شما قطعا به جان دل مردم میشه.
بریم نریم یه چیزی میخوام بگم بگو. چون بریم دیگه این بخش تموم شده. با خانوم هم همینجورم. آفرین چقدر باهوشه. با خانوم هم همینجورم. چقدر شما باهوشی. خانوم هم آقا ما اگه الان زنگ بزنیم خانوم شما رو بیاریم رو خط. آره زنگ میزنیم. خدا شاهد زنگ بزنیم. بزنیم یه بخشی ببینیم. من دو تا پیامشو بگم واسهتون بگیم بیرو درواسی. باشه. آره یه پیام بهم گفتش واسهت شربت درست کردم تو یخچال. من براش پیام دادم شربت من تویی. از اون ور اونم یه پیام داد واجیگر من. اونم پیام اینجوری به من داد واویلا. 70 سالمه اونم 70 سال. آره سلامتی هر دو تاشون هر جا نشستید مردم یه صلوات بفرستید و لذت ببرین از این که انسان وقتی تحت آموزش تعالیم اسلامیه همین گونه لطیف و آقا زیباست. یه دست بزنیم به افتخار بزنیم به افتخار بزنیم به گیلی 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 ها چی بود میکشن؟ آقا قربونتون برم سلامت بریم یه فاصله ببینیم برگردیم. آقا مرتضا جونم. آقا چقدر شما خوش اخلاقی. سلامت بشین. داشتم اینو عرض میکردم چقدر خوبه هر کسی که داره برای اهل بیت علیهم السلام نظری میده یا یه کار خیری میکنه بهترین متریال رو استفاده کنه، بهترین مواد رو استفاده کنه، حالا چه در خوراکی چه در پرچم. نظر شما چیه؟ اصلش همینه، باید بهترین چیز وقف اهل بیت کرد. باید بهترین مثلا خرج اهل بیت کردن بهترین چیز باشه. باریکلا باریکلا. فرزند هم داری؟ بله. چه جوری محبت اهل بیت علیهم السلام رو تو دل فرزندت میندازی؟ چه جوری بهش میگی نیمه شعبون همه ما منتظریم و باید برای اون کسی که منتظریم هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام بدیم؟ ما خودمون موکب داریم، بچه ها رو مثل خودم تو موکب میارم کمک میکنن. آها یعنی غذا میدن، نظری میدن. با عشقی که توی موکب بله. هست، با اون شور و حالی که توی موکب بله. هست اینطوری بهش یاد بله. میدیم آموزش عملی. خودت دوران کودکی تو یادته؟ بله. چه جوری پدر محبت اهل بیت علیهم السلام رو تو دلت بردم؟ تو هیئت ها، تو مراسم اهل بیت، تو حرمای اهل بیت پرچم بلنده رو بله مال شما بود دیگه. ما آخری بودیم دیگه، کوچیکه شما میرسید. خیر باشه ان شاء الله عزیزم. خب داشتی در مورد این پارچه توضیح میدادی، این گفتی این دلاش میشه؟ بله دو روه پارچه. چطور الان داری بهش میزنی؟ یه روش مخمله. خب سفیده رو این چاپ میشه. ما اول رو کاغذ میام چاپ میکنیم با دستگاه سابلیمیشن. آها چاپ میکنیم بعدش میام اینجا با این دستگاه کلن با درجه 220 درجه با هم اتو میشه، بخار میشه، حرارت چاپ میشه رو کتیبه. چند بار مصرفه؟ یعنی مثلا چند سال دیگه میتونن بزنن، هی بشورن هی بزنن هی قابل شستشوه، قابل اتو کردنه. باریکلا مثل بنر نیست که بخواد تو خراب بشه، عمریه. فقط جلو آفتاب باشه، هرچی هم جلو آفتاب باشه خراب میکنه، رنگش میره. آقا مرتضی یعنی شما این برات 100 هزار تومان تموم شده، 100 هزار تومان همین پارچه رو میفروشی؟ برای نیمه شعبان چون موکب داریم نزدیک جمعکران، 4-5 روزی که نزدیک جمعکران موکب داریم چه این برنامه هستش. یعنی برای ایام شعبان و نیمه شعبان بله. شما بدون سود میفروشی؟ بله. ولی طی سال 20% که سود داره اونم وقف ظاهر سرای تو نجف موکب داریم ما، خود ظاهر سر رو درست کنیم برای زوار. به به، یعنی خرج زوار همه میشه. چیتون دیگه داره وقف اهل بیت علیهم السلام میشه. خدا رو شکر، خدا رو سلامت بشید. آقا مرتضی اینا رو که این پارچه ها رو که داری سر به سر میدی، یعنی هر قیمتی که برای تموم شده تو این 3-4 روزه داری میدی، خب الان امرار معاشت چی میشه؟ نمیگی حالا من مثلا میتونم 1000 تا پارچه بفروشم خوب میتونم سود از دست مردم بگیرم، اینا رو با خودت نمیگی که من میتونم از دست مردم خوب سود بگیرم چرا نفروشم؟ الان برکشون منه به قول بعضی کاسبا، یه سری ایام برکشون کاسبات. خب این الان برکشونته، چرا استفاده نمیکنی؟ روزی باید خود خدا بده. واقعا از دم میثم تمار آقا میرم فرمود که این خرما رو چند خریدی؟ حضرت میثم فرمود که فلان قیمت مثلا قیمت... یه سکه. آره به این قیمت دارم میفروشم. یه سکه خریدم با اینکه مثلا هستاش اضافه چوباش جدا میکنم. آقا فرمود نه نباید با این قیمت ارزتر بفروش، روزش خدا میده، برکتش خدا میده. برکتش خدا میده. بله.
پس شما معتقد بر اینی که اگر این ایام خودت رو وقف حضرت صاحب الزمان علیه السلام بکنی، خود حضرت روزی و برکتش یه جوره دیگه تارم رسیده، الحمدلله لنگ نشدیم. خانم آقایان، حقیقت امر اینه که من هم موافقم، یعنی واقعا تا احساسش نکرده باشم من چیزی رو مقابل دوربین نخواهم گفت. اهل بیت علیهم السلام زیر دین کسی نمیمونن، یعنی اگر 1000 تومن در راه اهل بیت علیهم السلام خرج کرده باشی تا اونو 100 برابر نکنن، تا 1000 برابر نکنن این داستان تموم نمیشه. یعنی فلانی 1000 تومن وقف کرده، باید حتما 1,000,000 به این خانواده برسه. واقعا زیر دین کسی نمیمونم. پس آقا مرتضی و امثال آقا مرتضی هرچی وقت بذارن، هرچی هزینه کنن، به چشم دیدن و با تموم سلولهای بدنشون به این اعتقاد دارن که اهل بیت یه طور دیگه ای به زندگیشون برکت میده، یه طور دیگه ای بهشون جلوه میده. و آقا مرتضی واقعا دمت گرم عزیزم، آقا کلی لذت بردیم، سلامت بشید و خدا مردم خوب شهرمونو بیشتر و بیشتر کنه، همه اونهایی که وقت میذارن هزینه میکنن برای اهل بیت علیهم السلام، خاصه در ایام شعبان، خاصه در ایام قدیر. انشالله یه دعا بکن دیگه، اول و آخر همه دعا اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج انشالله. آقا دوتا برادر با هم کار میکنن دعواشون نمیشه؟ اگه هدف خوب باشه و نیت خوب باشه مشکل پیش نمیاد. یعنی نیت شما همیشه خوبه با هم؟ انشالله. آره هدف مهدوی باشه هیچ مشکل پیش نمیاد. خب یکی بگه که من امروز 1 ساعت بیشتر بودم، اون بگه من 1 ساعت کم در کار کردم. این که بگه واقعا پیش نمیاد که اصلا نمیاد، نمیشه، احتمال داره، اما تا اگه هدف مهدوی و هدف تبلیغ شعار دینی باشه انشالله امام زمان کمک میکنه. خب شما که فقط ایام نیمه شعبان برای امام زمان علیه السلام کار میکنیم، مگه سر تا سر سال شعائر دینی رو شما ترویج میدین؟ اگه غیر این باشه که باختیم. ما تمام کتیبایی که چاپ میکنیم و حتی کتابایی که چاپ میشه نام مبارک امام زمان داخلشه، با شعار علامه عجل ولیک الفرج تمام کتیبه هامون داره، حتی دعای سلام ببخشید، حتی دعای سلامتی حضرت هم داخلش هست. بارک الله. الان گفتی کتاب چاپ میکنی، چه کتابی چاپ میکنی؟ ما کتاب بیشتر کتاب حدیثی و کتاب تاریخ اهل بیت از قدیم و جدید، حالا چه مؤلفای جدید چه مؤلفای قدیم بوده که احیا میکنیم، یا مثلا مقاتل حسینیه، یا کتاب مثل کمال الدین و تمام نیمه شیخ صدوق ترجمه خوبی شده، عرض کنم خدمتتون، چون مکیال مکارم مرحوم اصفهانی کار ماست، یه کتاب جدید چاپ کردیم به نام زیارت سردابه، تمام زیاراتی که مربوط به آقای امام زمانه در یک کتاب مجموعه نفیسی چاپ شده به نام زیارت سرداب مقدس با ترجمه و چاپ زیبا. باریکالله. پس شما چاپخونتون رو تقریبا وقف حضرت کردین؟ انشالله با لطف و عنایت حضرت ادامه دار خواهد بود، انشالله لطف و عنایت حضرت صاحب علیه السلام انشالله. به ما هدیه نمیدی به برنامه ویژه برنامه دخیل به شبکه ما؟ چرا اگر نصب بشه توی برنامه مشکل نداره، خیلی ما قول بهت میدیم نصب کنیم. خیلی عالی آقا، من از اون پرچمه خوشم اومده. هر کم که خوشت اومده قول میدی؟ بله آقا. از کدوم بهم میدی؟ اون خوشت اومده بود؟ من اون این سبزه؟ خانه منتظر مهدی. آره آره اینو دوست دارم. بده من نشونه بینندگامونم بدم. بینندگان این خوبه برای برنامه. آقای صد حسنی اینو ریش ریشی به اون بده. آره دوخ میشه خوشگل. آره کار آماده میشه. باش اونجا دود بلند میشه خطرناک نی؟ نه این لول کاره. چند درجه؟ 220 درجه الا 230 درجه اه. چون باید بشینه به پارچه مخمل اون رنگی که چاپ میشه انشالله. پس اینم آره. هدیه ویژه برنامه دخی دخیلی یا صاحب ازمان. ما آقایان خیلی خوش آمدیم و امیدوارم که زحمت دوستان من و همکاران من رو پذیرفته باشیم، ان شاءالله که مورد عنایت حضرت قرار بگیره. قطعا
من جلو دوربین بودم، اما آسد علی آقا بود، آقای خطاط بود، جناب آقای اسفندیاری بود و همه عزیزانی که رفتیم برای گرفتن این تصاویر. و آقا سید، من اونجا چون حالا تو صدا تو استودیو نمیاد دیگه، خلاصه همی گفتم آقا سید اینو دوست داری؟ اینو دوست داری؟ و این خانه منتظر مهدی زهرا سلام الله علیها رو به ما هدیه دادن. این بود ماجرای این هدیه. خیلی هم خوبه، انشاءالله که مستاق این جمله خواهیم بود و منتظر از تو انشاءالله. دست دوستان عزیزم آقای قربانپور و چاپخانه زیگورات هم درد نکنه، درد نکنه. با کسب اجازه از حضرت آقا، حضرت والا، میخواییم زنگ بزنیم به اولیا مخدره همسرشون. خواهی ببینید جملاتی بله. که به هم بد و بدل. خانم ها آقایان، اینجا برنامه دخیل همه رو ما به چالش میکشیم. حاج خانم منزلم؟ بله 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 منزله. سلام علیکم. سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ بله ممنون، سلام علیکم. ایام مبارک بشه. بله به شما مبارک بشه. زنده باشین سرکار علیه. حاج خانم بزرگوار، حاج آقا بله. حاج آقا از عشقشون، از دوست داشتنشون نسبت به شما اینجا داشتن صحبت میکردن. بله بله، گفتن 70 سال از خدا عمر گرفتیم. چند سالگی ازدواج کردیم؟ 21 سال. یعنی 50 سال. 50 سال با هم. نیم قرن. سال 54. میخوام بدونم انصافاً شما هنوز هم حاج آقا رو قد روز اول دوست دارین؟ بله، این علاقه نسبت به سالهای قبل هم تو روز به روز اضافه میشه. بیشتر هم شده. بله اضافه میشه علاقه، یعنی علاقه بین ما الحمدلله روز به روز اضافه شده. ممکنه در اولم یه اشتباهاتی وجود داشته، اون اشتباهات کم کم رفع شده، الان الحمدلله به یه صورت دوستی خالصانه و صادقانه در اومده الحمدلله. بهترین اخلاق حاج آقا چیه که خیلی دوستش داری؟ مثلا شما اگه بین دوستاتون اقوام نشسته باشین ازش تعریف میکنی، میگی حاج آقای ما این شکلیه، اون اخلاق خوبش کدومه؟ بله خیلی وفای به عهد دارن، این یکی بر من خیلی مهمه، یعنی قولیو که میدن تا جایی که میتونن پاش وای میستن و بهش عمل میکنن. الحمدلله. بله این مهمترین اخلاقشونه و خیلی هم صداقت دارن در زندگی، یعنی اینو بارها در زندگی تو همه چی نشون دادن، مثلا تو امور اقتصادی، تو امور مثلا کمک کردن تو خونه، اینا رو خیلی رعایت میکنن. خدا رو شکر. امور اقتصادی بله، تا جایی که بتونن، یعنی همونی که در توان دارن برای خانواده خرج میکنن. ظرف هم میشوره حاج آقا؟ حاج خانم؟ حاج آقا کار خونه نمی کنه. چرا، کار خونه خیلی میکنن، وقتی مهمون داریم مخصوصا خیلی کمک میکنن، مخصوصا این سالهای اخیر که من یکم مشکل دست دارم خیلی ایشون کمک میکنم. خدا سلامتی بده بهتون. حاج خانم سال آخرم بپرسیم و بعد یه توصیه میخواستم به جوانترا بفرمایید. محبوب ترین غذای حاج آقا چیه؟ یعنی اگر مثلا آبربانک حاج آقا رو بخوایم فرداش، خیلی خرج داشته باشیم فرداش، شب قبلش چه غذایی برای حاج آقا میپزین که گولش بزنی؟ بله ما از این چیزا نداریم. الهی آبربانگ دست خود حاج خانم هست. آبربانگ دست خود شما هست. ایشون هرچی که داشته باشن از من دریغ نمی کنن. اگرم نداشته باشن که من میدونم ندارم، ولی هیچ وقت از امور مالی تو زندگی از من هیچی رو دریغ نکردن و هرچی در توانایشون بوده برای ما خرج میکنن. بشینم بغل حاجی. حاج خانوم یه توصیه بفرماییم به جوانایی که این روزا دارن میرن خونه بخت. بله انشالله. والا این توصیه هم به این صورته که اینی که میگم الان خدمتتون، فکر نکنید در روزای اول ما همینجور بودیم، اینا رو کم کم یاد گرفتیم. جوانا باید سعی کنن که یه سری مسائل رو، حالا اگه به صورت ایدئولوژی و اینا میخونن و میشنون و اینا، ولی اینا رو تو زندگیاشون به صورت عملی در بیارن، یعنی مهر و محبت بینشون باشه، گذشت باشه، فداکاری باشه بین
زن و شوهر و از هم توقعات زیادی نداشته باشن، به خصوص توقعات مالی که امروز واقعا برای آقایون برآورده کردنش خیلی مشکله. اینه که سعی کنن که با رفق و مدارا و از خودگذشتگی با و حفظ احترام نسبت به هم دیگه این مسیر رو طی کنن که انشالله نتیجهش روی بچه هاشون هم منعکس باشه انشالله. انگشتره رو برد. انگشتره؟ میگم انگشتره. آه انگشتره رو میخری برای با مشت. حاش خانم ببخشید انقدر خوب حرف میزنی شما زن و شوهر، آدم دلش میخواد هی باشون حرف بزنه. حاش خانم بیه با کارشناسه. حاش خانم بیه با کارشناسه. فقط همین سوال مسائل مالی قطعا شما ثروتمند بود حاج آقا اومد چیزی داشت از مال دنیا؟ نه خیلی هیچی نداشتم. هیچی نداشت. خب بله. با اون چه جوری کنار اومدین؟ اینو به جوونا بگین. بله دیگه همون نکته مهمی که ما ها تونستیم با سالهای خیلی سخت زندگی رو بگذرونیم و الحمدلله شکر خدا به اینجا برسیم، همین نکته مهمش همینه، صبر و گذشت و فداکاری و الحمدلله به هر حال ایثار و اینا همتون الهی شکر خدا ماشاءالله. حاج خانم کجا آشنا شدین 50 سال پیش با حاج آقا؟ بله حرم همشیره ایشون با من همکلاس بودن. همشیره ایشون همشیره حاج آقا. بله اون وقت ایشون منو معرفی کردن. به 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 خدا رو شکر خدا. همشیره حسابی تتو کارو در آورده بوده. میگم میخوای دیگه ادامه چون داریم یه جایی دیگه. آره خب الهی که به پای هم پیر بشین انشالله. نفرمایید از همدیگه سیر نشین انشالله. سالیان سال زیر سایه اهل بیت خوش و خرم همینجوری تنور عشقتون گرم باشه انشالله. امری ندارین؟ نه ممنون سلامت. خدا حفظتون کنه انشالله. حاج آقا نمیخوان یه جمله خوب بگن؟ حاج آقا گفتن خودتو آماده کن فردا میریم طلا فروشی. حالا که حرفای قشنگ قشنگ زدین جلو دوربین. خیلی ممنون. حالا همه این چیزها رو ما گفتیم قمپوزامون هم درک کردیم. تو خدا یه چیزی یه شامی چیزی باش من اومدم. آش خانم با خدا روز کاریمتون شب بخیر خدا نگه دارتون. البته خدا حافظتون. لذت بردیم و عرض آخر ما خانواده هایی که این روزها سردر خونشون چراغ میزنن پرچم میزنن داخل منزل، اینا اصلا تأثیر داره این پرچم زدن ها این چراغونی کردن ها، اینو میخواستیم بدونیم برای گفتمان پایانی. توی چند دقیقه وقت دارم؟ دو دقیقه. توی همدان یه نفر بود یه طبقه انقدی داشت توت میفروخت، هر وفاتی میشد یه پرچم سیاه میزد، هر عیدی هم میشد یه چراغ میزد. با این طبق توتش چند تا عروس داماد داد، مکه‌ش هم رفت به برکت همین اقامه شعرا. اهل بیت علیهم السلام غنی صاحب عالم وجودن. این کارای ما ابراز و نشون دادن خودمون به اوناست. لذا هر پرچمی بره بالا سیاه محرم باشه یا قرمز نهم ربیع باشه، این اعتلاء تولی و تبریه ولو در حد یه پرچم کوچولوی انقدری دیده لذا میشه. هر یک دونش رو حضرت میبینن. حالا یه نفر تمام قوم و ریسه ببنده، یکی یه پرچم انقدی دستش بگیره، تا اینکه این پرچم واسه دل حضرت میلغزونه اونو میخره ریسه ها رو نمیخره. حالا یکی باشه اون باشه و همش با هم باشه که دیگه نور چی میشه. لذا هر چیزی که یاد این 14 نور رو زنده نگه داره عین نماز پیش خداوند و اگر نگیم بالاتر قیمت داره. الحمدلله. آقا طیب الله خدا خیرتون بده. سلامت باشین انشالله. انشالله که مستدام باشین. مرحمتون زیاد. سالیان سال هم در کنار زوجه محترمه. سلامت باشین و هم در سلک نوکری آستان اهل بیت سروزی انشالله دعا بکن عاقبت اون به خیر بشه و انشالله سالم از دنیا بریم. هست یه جمله‌ای که بگید دلم میخواست یه زمانی به کل عالم بگم؟
که خودم بگم. آره حرف خودتون باشه. نمیدونم به آقا جان میخواییم بگین، به مردم میخواییم بگین، هرچی دل تنگتون. انقدر توسل کردم، انقدر خواستم یه بروز و ظهوری از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام قابل اینکه ببینمشون و اینا رو، نه یبن رسول الله لطف عام بهتون دنیا رو گرفته، اما من چون کودنم یه لطف خاصی که منم خصوصی بفهمم میخوام. همش آرزوم اینه که امام زمان علیه السلام یه جوری یه کاری که بفهمم مال منه، به من مربوط میشه. همه آرزوی صبح تا شبم اینه، یه شکلی، یه جوری، یه چیزی. چون بگم میخوام ببینمتون، خب خیلی خیلی دور از آبادیه که بگم میخوام، اما اینقدر فضل و کرم دارن که بالاخره خیلی وقت جلو سگ استخون میندازن. دلم میخواد یه چیزی بندازن جلو که بفهمم، بگم آی عالم این مال منه. اینجا برنامه دخیله و استودیوی کریمه اهل بیت تو شبکه بیت العباس. بله بله. آقا جان نسبت به عمو جانشون خیلی، یعنی حالا الحمدلله هر ستایمون از ساداتیم و الحمدلله رب العالمین که این مدال گردن. منم دعا میکنم برای شما از بیت العباس بیرون نرفته نتیجه آرزوهاتون رو ببین. انشالله. خیلی ممنون، خیلی ممنون. یه دعا هم بفرمایید ما اذیتتون دیگه نمی کنیم. همون دعایی که ننجونامون میکردن، آقا بزرگامون میکردن. خدایا باقی مانده غیبت امام زمانمون رو به پهلوی شکسته مادرش به ما ببخش. الهی آمین. خیلی ممنونم، خدا خیرتون بده. چه حالی پیدا کردی تو؟ حاج آقا با این علمشون، با این سنی که الحمدلله در خونه اهل بیت این همه ساله اینطوری دعا میکنم، گفتم ما مثلا چی داریم بگیم؟ ایشون با این همه علمشون الحمدلله این همه ساله دارن نوکری میکنه در خونه اهل بیت، اینقدر متوازانه میگن به اصطلاح خودمون یه استخونه پر گوشت بده، مثلا ما چی باید بگیم؟ اصلا رومون میشه حرف بزنیم با حضرت؟ از اونجایی که این خانواده خیلی مهربونن، درس همون پس میدم ها، از اونجایی که این خانواده خیلی مهربانن، زیادی مهربانن، به من و امثال من هم اجازه میدن که آرزوهای این چنینی بکنن. نگرانش نباش. عیدی به ما نمیدن آجا با؟ این همه عیدی های خوب دادن. عیدی به ما بدین الان. اگه خوش اخلاقین راست میگین عیدی بدیم ببینم. میدم منتها هرچی نو بود و دادم الان کهنه دارم. ما میپذیریم. آره نوام و همه رو چقدر خوبه. تموم شد. اینه که دست به نه کهنه ها مونده. آقا ما میپذیریم. آره چند تا این؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 تا هم تو اتاق. آقا بریم میان برنامه برگردیم. آقا بریم میان برنامه برگردیم. 5 4 تا 14 تا 5 تا 6 تا نریم بیای مردم واقعی داریم 8 تا معرفت که از کار رفت بعد موالیان و دوستانمونم فرمد جماعتی تو قالب شعر دوستشون دارن، دعا برای فرج هم ذوقی شده، میگه عده فقط پا میشیم میریم، فقط بعد کربلا زیر گنبد دعا کرد. خب باش خوب نفسن، اما فقط همین جای دیگه نه. فرمود علا کل حال باران میاد دعا کن، از خونت میری بیرون بگه اللهم عجب مفاتح نمید، آثارشو تو زندگیت ببین، آثارشو تو زندگیت ببین. بلا میاد دعا کن، باران اومد نعمته، زلزله اومد اللهم عجل و کل فرج، فارسی بگو، اردو بگو، در مغازه رو کلید میخوای بندازی اللهم عجل و کل، سوار ماشینت میخوای بشه اول صبح. علامه امینی رحمت الله علیه مفرمد کسی صلوات فرستاد با و عجل فرج هم، من در نوشتن کتاب القدیر شریکش میکنم در ثوابش. خیلی خوش آمدید به برنامه دخیل. ممنونم از اینکه با ما همراه هستین. اول بگم که حضرت آقای عسکری طباطبایی عیدی هامون رو دادن و الحمدلله رب العالمین، ان شاء الله هممون از دستان با کرامت است حجت عجل الله تعالی فرجه شریف عیدی هامون رو بگیم. خب طبق معمول من باید محصول تولیدی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام رو خدمت شما معرفی بکنم. تقویم شیعی و بسیار هم زیبا و با کیفیت. خصوصیت این تقویم اینه که تمام مسائل و خدمت شما عرضم وقایع تقویم شیعه در اینجا ذکر شده. بعضی از گزینه‌هاش رو شاید هیچ جا پیدا نکنید. دیگه گروه تحقیقات ما وارد عمل شدن و امسال یک سری موضوعاتی رو خاص درآوردن و تاریخش رو بررسی کردن و در این تقویم
شش برگ پشت رو که میشه 12 ماه با فنر خیلی زیبا آراسته کردن. این هدیه مختصر ما به دوستان یاوران مالی است. البته کسانی که جزء یاوران مالی ما نیستن میتونن با فرستادن عبارت تقویم به شماره روابط عمومی یا همون شماره معروف شبکه 2098-990-164-76-86 انشالله دوستان روابط عمومی باشون ارتباط میگیرن و آدرس و مشخصات دریافت میکنن، این تقویم رو با احترام خدمتشون میفرستن. یه نکته رو میخوام امشب بهش اضافه بکنم، این که دوستانی که صاحب کسب و کار و به قول قدیمی ها مهنه هستن، اگر بخوان تبلیغات خودشون رو روی این تقویم داشته باشن، این کار رو هم به حب علی ابن ابی طالب و آقا عمر بنی هاشم رایگان براشون انجام میدیم و این تقویم رو خدمتشون تقدیم، یعنی اون بخش تبلیغیشون رایگانه، ولی خب شاید یه هزینه بابت خود تقویم باید بپردازن وقتی تعداد میخوان. خدا به همتون خیر بده، ممنون و متشکرم. چه کار قشنگی. بله. و هیچ هزینه ای هم بابت تبلیغاتشون تبلیغاتشون نمیگیره. رایگان. باریکشالله. عیدی گرفتم. شما هم گرفتی؟ بله. اولین عیدی نیمه شب عیاد شبانی ما رو مدرسه آقا سید گرفتم. یاد گرفتی؟ بله. من چند وقت دارم به کارهای زشتم فکر میکنم. نه، الان کارهای قشنگ انجام بده. الان کارهای قشنگ. یکی از راه‌های پذیرش توبه بعد از اینکه گفتی دیگه نمی‌کنم، اصلاحش کنی. آها. حالا که داری به فکر می‌کنی به کارهای زشته، کارهای خوب و صالح هم انجام بده. الان از آسیه عنوان بزرگ یاد گرفتی. بله. از فرد و شب ایدیا داد. بریم یه بخشی. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی می‌بینم دشمن داره علیه اعتقاداتمون کار می‌کنه، دونه دونه اطرافیانمون تو مباحث دینیشون دارن ضعیف میشن، هزاران شبکه ماهواره ای، سایت، پیج و کانال با هزینه های کلان علیه شیعه امام حسین علیه السلام و امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف فعالیت میکنند، خیلی دلم میخواد یه قدمی بردارم به یاد گذشته ها، به یاد نیمه شعبان های با صفای قدیم. به هر حال من هم یه وظیفه ای دارم. گاهی به خاطر مباحث مالی، گاهی به خاطر مناسب نبودن منزل مسکونی، گاهی به خاطر همراه نبودن اطرافیان، نمیتونم اونجوری که دلم میخواد یک مراسم جشن بگیرم. شبکه بیت العباس علیه السلام در نظر دارد به مناسبت اعیاد شعبانیه 18 شب برنامه زنده و شاد پخش نماید. هر یک از شما عزیزان میتوانید با پرداخت سهم های 313,000 تومانی ما را در تأمین هزینه های جاری شبکه یاری نموده و در ثواب معنوی جشن های نیمه شعبان سهیم شوید. لازم به ذکر است شما عزیزان می توانید به صورت اختصاصی بانی یک شب از این ویژه برنامه شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر عبارت یاوران مهدوی را به شماره 0990-164-76-86 ارسال نموده و یا از طریق شماره کارت 58-92-10-98-42-22-78 به نام حسین جهانبین واریز نموده و رسید نزورات را به شماره فوق در یکی از فضاهای مجازی ارسال فرمایید. شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. خانم آقایان شبتون به عشق، شبتون بهشت، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدید. اعیاد بر شما مبارک باشه. الهی که زیر سایه شهزاده حضرت علی اکبر، حضرت عالی جناب عشق، تنون دلتون گرم، پر روزی باشین و راضی، مخصوصا در این ایام منتهی به پایان سال جیبتون پر از پول باشه. بگید انشاءالله. در خدمت استاد عزیز و بزرگوار، قبل از اینکه بخوایم معرفیشون کنم، عرض کنم که عذرخواهی میکنیم، جزء اساتیدی بودن که وفای بعهد داشتن، سر ساعت اومدن و ما متاسفانه خلف وعده کردیم و دیر از ایشون استقبال کردیم.
ازشون معذرت میخوایم، اما خیلی با ما با خوش اخلاقی رفتار کردن. خانم آقایان، استاد محمد خرمفر سلام به روی ماهتون، ایام مبارک باشه. سلام علیکم و رحمت الله. آقا پوزش ما رو پذیرفتین. بله آقا. ببخشید آقا. سلام علیکم. سلام علیکم آقا. زیارت های شما هم قبول باشه. قربون شما. ممنون از این صبوری شما. خواهش میکنم. کجا تازه از سفر زیارتش بردن؟ بله بله. عتبات. به به. کربلای معلا. نفس هنوز گرمه. مسیر زیارت. الحمدلله. چند روز تشریف بودیم؟ زیاره بودیم. خدا خیرتون بده. یه چند روزی میشه. خدا رو شد. خدا رو شد. ببین صد حامد، اگر تو هم سر کارت با عسل باشه، بله، مثلا جای خرمفر شیرین و دوست داشتنی میشی. ایشون کارشون عسله؟ برنج هم هست البته. بله. من میگم رنگ مداح کار کنن. رنگ چشاشون پاکت گیر نیستن. عسله. ای جان. دیگه من تا اینجاش بالی نشم. بله من تا حالا کسی من نگفت رنگ چشاشون رنگ چشاشون عسل، طعم شعرشون که عسل، اسمشون که محمد خرمفره، اونم اگه دوست داشتم آخرش پسفنده عسل زاده اضافه کنم. حسنن در حسنن در حسنه انشاءالله. خیلی خوش اومد. چقدر یه سلام به بیننده ها بکنم. سلام به همه بیننده های عزیز، خوشبختم که امشبم در خدمت بیننده ها هستم و توفیق نوکری در بیت العباس خدا خیلی الحمدلله. چون عینکه رو گذاشتیم دارم فکر کنم پیر شدیم. نه من دیگه چاره ای ندارم، میخوام دیگه. خیلی چیز خوبی نیست عینک دیگه، انشالله کسی من الان دارم بده. خب چش، حالا انشالله میرم یه دونه خوشگلشو میخرم. نه میگم یه جوری گذاشته آدم فکر کرد پیر شد. ماشاءالله جوان به این خوبی. آجا پیرمرد شدیم. نفرمایید. میدونین چقدر از رفقای مداح و ذاکر حداقل حداقل اندازه بذات عاشق در همین سرزمین کریمه اهل بیت پا منبر آقا بزرگ شدن، هم اهل ذوق و هنرن، هم اهل شعرن، خودشون مینویسن، هم اهل تحقیقن. ما بارها معرفی کردیم به دوستان، برای شما میگم بله، که بیشتر بشناسیم و لذتشو ببرین. امشب در کنار یکی از اون آقایون کهنه‌کاری که برای مراجع و علما نه فقط روزه خوندن، خندوندنشون. من پس به احترامشون تمام قد نیست. من هم احترام آقا. میکنم. آقا پس من بفهم به احترام جفتتون خواهش میکنم. چه لذتی داشت. آقا سید من یعنی مداح خصوصی آیت الله بهجت و امثال اینها سا، نه مثل مثلا من چهار تا شاخ شکستم من پای منبرش باشم. بزرگان رجال منظره. شما بزرگان. عزیز. من به آقا تعریف نکنم شب خراب میکنی. چشم حسود حسد به تیره جناب موسوی. من نه اینکه حسادت کنم، نه قبطه میخورم بزرگر. چون هر شب دوستان خوبشون که مثل شما تشریف میارم به خودشون خوبه، بزرگوارین، همه رو میشناسن، همه باشون رفیقن، همه دوستشون دارن. خواهش میکنم. و ما امروز رفته بودیم گزارش فردا شب مردم خوب شهر رو بگیریم، چقدر بهتون سلام رسوندن. آیت الله میلانی به شما سلام میرسوند. یا علی مدر. آقا صد حسنه این هنوز تو شبکه هست؟ گفتیم بله، ایشون که استاد کل پامو نکنه. الحمدلله. بله ارادت من. آقا بی صبرانه منتظریم. استفاده کنیم. لذت ببریم. من آیه حیف نشد. کتاب حضرت نرجسمون بسته شد تقریبا. انتظار بودن. و خیلی جالب شد. نمیدونم چرا اینجوری شد. صفحات کتاب 888 شد. آقا چیه ماجرا به من بگید؟ آقا زحمت میکشن چند سباهی است، یعنی چندین سالی است. و سعی بر ماندگار کردن آثار شعری و ادبیات معروف حالا بگم حضرات در قالب شعر. یکی از اون کتابایی که خیلی بابتش زحمت کشیدن به جهت حدود 7 سال زمان، آره، به خاطر سختی نوع موضوع، اشعاری که در ادبیات کهن بوده تا معاصر در رابطه با مادر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف، خاصه فقط ایشون، آره، 888 صفحه میفرمایند. بالاخره جنبندی به نتیجه رسید امسال بعد از 7 سال تلاش. خدا قوت. آره. اینم کار بزرگی. اینم طرح جلدشه. حالا شاید ببینم. حالا شاید خیلی واضح نباشه. آره. یه کمی دیگه نگه دارین، شاید بشه زومتر کرد. ان شاء الله. به به. الان مشخص. خیلی هم نرجس خاتون. بله. حضرت نرجس. و عجیب مردم و عجیب برکات و خیر در این قضیه نهفته است که اگر خواستید گره های کورتون رو باز کنید متوسل به این بانوی گرانقدر بشید. به هر حال
مادر، اون هم مادر ولی نعمت. چقدر جالب شد اسم از مادر حضرت داریم. بله الحمدلله، اینم روزی شد. الحمدلله انشالله حضرت نگاهمون. بله اینم که من حرفتون رو قطع کردم، ادامه بدید. خواستم همین رو بگم، متوسل بشین گره های کورتون رو به جد و به باور. خدا حفظ کنه استادم رو آقای رفعتی، دیگه شما میشناسید عاشق جعفر آقا. بعضی موقع میگفت سید تو چقدر محکم حرف میزنی، گفتم غیر از این انتظار از این خانواده ندارم. مثلا یه چند سالی من مجاور بودم، میگفتن آقا معجزه بگو، گفتم اولا که اعجاز از این خانواده دیدن چیز تعجبی نیست، کارشون اینه، اگر اعجاز نکردن تعجب بکن. حالا متوسل شدن به مادر صاحب زمان و مادر همه کاره عالم، غیر ممکنه. ببین چقدر محکم دارم میگم غیر ممکنه جواب نگیریم. با 313 تا صلوات دلش رو به دست بیارید و گیرتون رو باز. اللهم صل علی محمد و آل محمد. استاد چه حرفی زدن، گفتن این که مثلا میگن معجزه تعریف کن، اتفاق خاصی نیفتاده. اگه اتفاق نیفته تو باید بیای بگی آقا اتفاق نیفتاده. کرامتشونه، عادتشون، احسانه. خیلی جالب، سجیت و کمال کرم. یاد گرفتیم اون منظر شما دو بزرگ بود. آقا فرمود اگه 313 تا صلوات. من صلوات، من از علما از قدیم شنیده بودم که 14 تا صلوات هم کفایت. خیلی جالب بود. سختش بود. و من کنار ماشینم خراب شده بود، داده بودم تعمیرگاه. بعد داشتم پسرم محسنم از مدرسه میبود که برم منزل. گفتم یه 14 تا صلوات بر حضرت نرجس بفرستم، بلکه انشالله گرم باز ماشین یه ماشین بیاد ما رو برسون. یه ماشین وایستاد. آقا کجا؟ با سوار شو. من رو تا سر کوچه رسون. تا سر کوچه بعد کرایه هم نگرفت و گفت دعا میکن. شاید دو هفته بعد تقریبا شده بود. همونجا دوباره هم بدون ماشین شدم. گفتم حالا اون دفعه شاید اتفاقی بوده، حالا بذار این دفعه این صلوات بفرستیم ببینیم چه اتفاقی. آقا تا شروع کردم به صلوات دیدم عقبی با ماشین اومد جلو پانتون مزد. این دفعه دیگه تا در خونه بردن دیگه، این دفعه تا در خونه مالو فکر کنم بار سوم تا تو پذیرایی ببرن. چه خیلی خوبی داد. الحمدلله. بله الحمدلله. این برکت، ببین برکت نام مادره خداییش. اصلا قصد قرازه این جوره اداره کردن برنامه نبود، ولی وقتی پای مادر، اونم این چنین مادری با کرامت میاد وسط، اصلا برکت جور دیگه رقم. بله الحمدلله. این مصرای اولش از حافظه. بله. ولی مصرای بعدش نمیدونم از کیه، ولی شنیدم از استاد سازگار. به به. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد. اگه صلوات داشت با هم یه صلوات بفرستیم. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، تمام هستی زهرا نصیب نرجس شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا استاد سازگارم حفظ کنه از بلایا و انشاءالله عمر با کرامتشون باشه و سایشون بر سر ما بچه های مکتب امام حسین. من شاید 7 سال قبل اون کنگره‌ای که برای حضرت نرجس گرفتیم، جالبه بدونید که حروف ابجد نرجس و 313 یکیه. عجیب. یعنی نرجس میشه 313؟ نه حالا ابجدش تو ذهنم نیست. 313 اصحاب. بله بله. و نرجس حروف ابجدشون یکیه. حالا چند تا میشه نمیدونم. جمع این دو بیت از استاد سازگار. بسیار عالی. جمع یاران حضرت مهدی. بله حروف ابجد بیبی میشه 313. همون گفتم باید یکی جمع داشت. یاران حضرت مهدی که از پی یاریش کمر بستند، مثل نام مقدس نرجس 313 نفر هستند. به به. حالا بازم صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. چقدر ارادتشون نسبت به ساعت مقدس مادر امام حسن علیه السلام، چقدر وصف ناشدنیه این ارادت. من ندیده بودم کسی که کتاب بنویسه 888 صفحه بیاد شعر جمع کنه. الان دلبری ابتدای برنامه‌شون فل لحظه با حضرت نرجس خاتون باشه. و این استاد درسته که زرنگن،
دیشب شما یه مطلبی رو فرمودین، گفتین آقا میخوای دلبری کنی برو سراغ مادره، برو بله، سراغ بله. پدره، کار رو بلد استاد. ماشاءالله. یعنی باید بگم درسمو پس بدم، آقا رسول الله ازشون سوال کردم که اگر مادرمون یه خواسته ای داشت و پدر چیکار کنیم تو این لحظه؟ حضرت فرمودن مادرت رو اجابت کن، بعد پدرت رو. من دیشب گفتم امام عسکری میفرماد اگر خواستید دل کسی رو به دست بیارید، برو به باباش محبت کن. امشب حرفمو عوض میکنم، میگم اگر خواستید دل طرف رو به دست بیارید، برو خدمت به مادرش بکن. اون وقت دیگه کار تموم. به به، همینطور. اینقدر استاد شیرینه، آدم دوست داره باهاش یه ساعتونی معطلش کرد، الان چیکار بکنه بنده خدا؟ شیرین نباشه. چجوری از دلش دراری؟ آقا من حاضرم عیدیمو تقدیم کنم. یه عیدی به من داد. ای بابا واسه کلش. حالا دیگه باید بگردم پیدا کنم. حالا آقا من این پرمو میدم به شما. این پرمو خیلی دوست دارم. به من نداد آبش، گفتم خواهم. این پرمو میدم به شما. این پر چی آقا؟ این پر طاووس اهل جنته. آخه. آقا جانم. خدا وکیلی ندادم، نه به استاد ندادم، اما با احترام میدم که شما ما رو ببخشید. مردم من اشیا خاطر تو خواسته یه دولت پیغمبر این اکسسوری ما بود که به هیچ کسی من نمیدم. ببینم به بچه بتونم اومد آقا. خب الحمدلله. به به، موقعی که تابت بذارید اینجا کنار سرتون که مثل علمای قدیم بشید. فرزنده بسم الله. بفرمایید. تا چند پی جا با این میکروفون محبت میکنیم نام و نشانی باشیم یا در طلب جهان فانی باشیم، حالا که رسیده وقت بیعت با عشق، عشق است که صاحب زمانی باشیم. در چرخ امامت است انجم مهدی، ماه فلک یذهب عنکم مهدی، تنها دو نفر شبیه احمد هستند، اول علی اکبر است و دوم مهدی. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرج آمد. یادم وقتی کیفش کوک میشه اینجوریه، صلوات و کف زدن رو با هم قاطع. حالا چون پر طاووس آوردن. آره. قدسی نفسان به عرش قوغا کردن، بزمی ز سرور و عشق برپا کردن، در بین زمین و آسمان با شادی طاووس بهشت را تماشا کردن. به به به، صلوات علی محمد و آل محمد و عجل فرج. و آل محمد و عجل فرج. دلم رفت تو کربلا و تو حرم. عربا دیدین چه جینا جاهات سلام و چاق میکنن؟ افلح من صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد. ولی خوشبخت اون کسی که صلوات بر محمد و آل محمد. چقدر قشنگ. چقدر قشنگ. افلاق افلاق. من نمیدونستم اینو. به به به. خوشبختی. ای باد صبا بوی حیات آوردی، روحی به تمام کائنات آوردی. در سامره از گلشن نرگس بر ما اتری دگر از اتری دگری از صلوات آوردی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هر موقع بگید من تموم میکنم. دوست داریم که بشنویم با صوت برام بخونید، لذت ببرید. ای نور خداوند مبین در ظلمات بیان که توی آل علی را جلوات، گفتم به دلم چه هدیه داری امشب، گفتا به گل چهره مهدی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نیاز هست باشه همینجوری؟ بله، نه در ضبط صدا تاثیر داره. امروز ملک ز آسمان گل ریزد، رضوان بهشت از جنان
گل ریزد جبریل به شادی دل آل علی در مقدم صاحب الزمان گل ریزد. صلوات بلند فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برخیز که منجی جهان می آید آن حجت حق امید جان می آید. شد دامن نرگس از گلستان حسن گلریز که صاحب از زمان می آید. صل علی محمد و آل محمد. نمیدونم چقدر وقت دارم. آقا یه سرود تقدیم بکنید به مردم خوب فکر میکنم. خب پس این یه دو بیت دیگه تقدیم میکنم. فجر است و صبا مشک فشان می آید آرام دل و شفای جان می آید. ای دل به هوا خواهی سردار امید برخیز که صاحب از زمان می آید. صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب امشب دل بیدارم دارد سحری دیگر. سید بی بغلم جانم میخوام با همینو بخونیم. افتخاری آقا جان با همینو بخونیم. چشم کاغذ و اینا. یا بریم امشب دل بیدارم دارد سحری دیگر و زمزمه ام بر دل ماند اثری دیگر. به به در سامره میبینم قرص قمری دیگر. دست بیت ولا بر لب دارم خبری دیگر. از نسل علی آمد خیر البشری دیگر. یا آمن آورده پیغامبری دیگر. طوبی ثمر آورده سینا شجر آورده چشم همگان روشن نرجس پسر آورده. نرجس حالا مولا یا ابا صالح 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 مولا بس یا یه بند دیگه. من رحمت بی حد را در سامره میبینم. من خلد مخلد را در سامره میبهبه. من جلوه سرمد را در سامره میبینم. من عبد مؤید را در سامر به به. من طلعت احمد را در سامر میبینم. من حسن محمد را
در سامره میمی. اینو بخونید. طوبا ثمر آورده، سینا شجر آورده، چشم همگان روشن، نرجس پسر آورده، نرجس پسر آورده، مولا یا ابا صالح، مولا یا ابا صالح، مولا قربونتون برم، مولا یا ابا صالح. شبی ساختی برامون. یک صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. انشاءالله لذت بردیم در محضر شما. الحق که استادن بداهه شما اومدین، از توانمندی شما استفاده کردن. چقدر باهوشن ماشاءالله. خدا رو شکر آدم لذت میبره. کسانی که منصوب به اهل بیت هستن، شاگرد اول دانشگان، باهوشن، خوشتیپن، خوشپوشن، اون دور به قول معروف توی صدفن، و الحمدلله امشب ما آنچه خوبان داشت ایشون یک جا داره، یک جا همه الحمد. آقا خدا خیرتون بده، نفستون مستدام باشیم، بیماری از شما به دور باشیم. یه دور به من بدین خانم آقایان و استاد بزرگوارمون حاج آقای سازگار. اسم شما اومد، خواستیم از همین تریبون از شما دعوت کنیم که اگر قابل میدین یک شب مهمان همین برنامه باشین. حالا که اشعار شما الحمدلله سالیان سال دارن، دوستان نوکر خادم میخونن و امشب هم خاصه اسم شما اومد، خیلی رسما در نهایت امتنان و افتخار احترام ازتون دعوت میکنیم که قابل بدین و انشاءالله به برنامه دخیل تشریف بیارید. اگه وقتی نتونستم بیان جدا دوربین وردید بیاید اونجا حتما. آره. آقای سازگار از سرمایه های شعر آیینی ما هستن، هرچند شناختن و حلوای تنتنانی هم بهشون دادن، ولی وظیفه ما به رعایت احترام و ادب چه کلمه هایی میگه؟ اول برنامه قوام و اینا، الان هم میگه تنتنانی. چه دلبری میکنی شما این شعر؟ آقا بریم یه فاصله بگیرید. من آقای خرمفر نه میخوام برگردیم کار دارم. آره آقای خرمفر بدرقه بکنم، قربون قدماشون برم. قربون شما ببخش. سلامت باش. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی، یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی، به ابی انت و امی، گویی یا هیچ نه همی به دلم بوده نه غمی، به ابی انت و امی، تو که از مرگ و حیات این همه فخری و مباهات، علی ای قبله حاجات، گویی اون دزده شقی تیغ نیالوده به سمی، به ابی انت و امی، گویی اون فاجعه دشت بلا هیچ نبوده است، در این غم نگشوده است، سینه هیچ شهیدی نخراشیده به سمی، به ابی انت و امی، حق اگر جلوه با وجه عتم کرده در انسان، کن نه سهل است و نه آسان، به خود حق که تو اون جلوه با وجه عتم می، به ابی انت و امی. دوباره میخونم. حق اگر جلوه با وجه عتم، یعنی تمام، حق اگر جلوه با وجه عتم کرده در انسان، کن نه سهل است و نه آسان، به خود حق که تو اون جلوه با وجه عتم می، به ابی انت و امی. منکر اید قدیر خمو اون خطبه و تنزیل، کر و کور است و عزازیل، با کر و کور چه اید و چه قدیری و چه خمی، به ابی انت و امی. در تولا هم اگر سهو ولایت چه صفاعت، تولا تبرا داریم، در تولا هم اگر سهو ولایت چه صفاعت، اوف بر این شم فقاهت،
بی ولای علی و آل چه فقهی و چه شمی و ابی انت و امی، تو کم و کیف جهانی و به کمبود تو دنیا از سرا تا به سریا شر و شور است و دیگر هیچ، نه کیفی و نه کمی و ابی انت و امی. آدمی جامع و آدمی جامع جمعیت و موجود اتم است گر به معنای عام است، تو بهین مظهر انسان به معنای عامی و ابی انت و امی. چون بود آدم کامل غرض از خلقت عالم، پس به ذریه آدم جز شما مهد نبوت نبود چیز مهمی و ابی انت و امی. چون بود آدم کامل غرض از خلقت عالم، پس به ذریه آدم جز شما مهد نبوت نبود چیز مهمی و ابی انت و امی. عاشق توست که مستوجب مدح است و معظم، عاشق توست که مستوجب مدح است و معظم، منکرت مستحق ذم و ذل، منکرت مستحق ذم و از تو بیگانه نیرزد نه به مدحی نه به ذمی و ابی انت و امی. بی تو ای شیر خدا سبح و دستار مسلمان شده بازیچه شیطان، این چه بوزینه که سرها همه را بسته به دمی و ابی انت و امی. لشکر کفر اگر موج زند در همه دنیا، همه طوفان همه دریا، چه کند با تو که چون صخره سما و اسمی و ابی انت و امی. یا علی خواهمتون شعشعه تیغ زرفشان، هم بدو کفر سرفشان، بایدم این لمعان دید ندانم به چه لمی. خدا رو شکر امشب هم توانستیم مهمان منازل شما باشیم. یک برنامه رو به لطف و عنایت حضرت دوست تحت عنوان دخیل در این شبها و لیالی پر از خیر و برکت تقدیم شما میکنیم. آسد حامد، دیدی وقتی کار دست خودشون باشه، کارگردانی با خودشون باشه، چقدر خاص امشب رقم خورد. الحمدلله. اون قطعاتی که با حضرت آقای عسکری بودیم، این تیکه‌ای که با جناب آقای خرمفر بودیم، شب خاص حرف ها و گفته های خوبی رو زبان نشست. الحمدلله چقدر خوش گذشت. خدا رو شکر. البته این هنر شماست. نفرمایید. به هر حال این امسال با وجود شما رنگ و بوی دیگه داره برنامه ده. خدای من. من استادم اشک مردم رو در بیارم. تو این قضیه شاید بگم بلدم، ولی خب خنده مال شما جوان تر. اختیار دارین. متشکرم که بها میدین، قابل میدونین. از مدیریت شبکه این استقبال خوب. من چند روز مهمان شما بزرگوارین. خونه خودت آقا. سلامت باشین و دوستان. حالا عموجانتونه. محبت می‌دارین. و این شبکه متعلق به همه است. حالا قاصد حامد عزیز که امسال منت سر ما گذاشته، اختیار آمده، وقت داره میگذاره، این برای من ارزش داره و ستودنی است. وظیفه خودم میدونم، هرچند میزبان خوبی نیستم، مشغله های کاری یه جوریه که کمتر میتونم محضرت باشم. تو این اوضاع اقتصادی ببین مجالس جشن و سرورشون برای اهل بیت اینو هستا ممتازه. آره. البته کل ایران و کل شیعیان جان میدهن، پول هم میدهن. چون من طرف گفته بود آقا هر چی بخوای جون میدم، دست به پولام نزن، ولی برای اهل بیت مردم پول که میدن هیچی، حاضرن جونشون رو هم بدن. و ما اینو به کرات و مرات دیدیم، چه در فضای رسانه چه در بیرون از فضای رسانه. 40 ثانیه وقت دادن. من میخوام سوال رو بخونم یه بار دیگه، سوال امشب رو بخونم. از القاب امام عصر علیه السلام اشاره به هدایتگری ایشان دارد. راهنما گزینه یک، گزینه دوم عالم، گزینه سوم هادی و گزینه چهارم منتظر. پاسخ صحیحتون رو، اون گزینه صحیح رو برای ما به شماره 2098 990 164 76 86 ارسال بکنید. تمام عرضی ندارم. یا
یا صاحب زمان ما را ببخش که دل نیست قابلت، باید برای هدیه سری دست و پا کنیم. خانم ها آقایان ممنون از نگاه پرمهرتون زیر سایه امام زمان علیه السلام، از حضورتون مرخص میشم. از بنده یا علی مدد در پناه حضرت عالی جناب عشق امام عصر علیه السلام باشین. شب بخیر، خدا نگهدار. منم فقط همینو میگم، دعا کنید فراموشتون نشه امام عصر رو، او همیشه دعاگوی شما خواهد. یا علی مدد.